بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما سروران گرامی هستیم با برنامه حجت بی حجت، تا بی پایه بودن و بی حجت بودن دین ساخته و پرداخته عبدالله بن سبأ یهودی، دین رافضه‌گران، دین فروش، دین کسانی که به خاطر دنیا و به خاطر چند روز عیش و عشرتی که در این دنیای فانی وجود داره همه چیز خودشون رو میفروشن. قرآن، دین الله سبحانه و تعالی و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مدعیان دروغین محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که ما در برنامه حجت بی حجت در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود و بی حجت بودن، بی پایه بودن و بی ریشه و اساس بودن این مذهب خرافی رو انشاءالله همونطوری که در برنامه‌های گذشته ثابت کردیم، از این به بعد هم به این سلسله ادامه خواهیم داد. حضرت استاد خوش آمدید. در خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و با شما همراه خواهم بود با باب دیگر از ابواب کتاب حجه اصول کافی. سلامت باشید جناب استاد. قسمت نبود هفته گذشته من در خدمت شما باشم. فکر کنم باب 67 و 68 مورد بررسی قرار گرفته بود که ائمه ولات امر هستند و خزانه داران علم الهی. اگر مختصری در این مورد توضیح بفرمایید که من استفاده کنم. بینندگان عزیز، الحمدلله رب العالمین و الصلاه و السلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. باب 67 و 68 رو که در هفته گذشته، البته هفته گذشته برنامه نبود، هفته قبلش مورد بررسی قرار دادیم. باب 67 ادعا کرده بود که ائمه شاهدان الهی هستند بر روی مخلوقات، بر بندگانش. و آیاتی که در این زمینه از اونا استدلال کرده بودند آیاتی بود که در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم شهید بر مخلوقات یا شهید بر امت خودشون در واقع هستن. اینها رو با هم مورد بررسی قرار دادیم، گرچه در این ابواب روایت صحیح نبود، در باب 67 و در باب 68 که ان الائمه علیهم السلام هم الهدات روایات صحیحی رو ما نداشتیم. و چند تا آیه بود که آقای قمی ادعا کرده بود که اینا تحریف شده هست. و دو مورد از روایات آیاتی رو که در روایت دوم و روایت چهارم در اینجا آورده بودن در باب 67 ائمه شیعه، یعنی امام ابو عبدالله و در روایت بعدی امام ابو جعفر، هر دو نفرشون با دو سند که این روایت نقل شده بود آیه رو اشتباه خونده بودند و همچنان در کتاب اصول کافی اشتباه درج شده، لیکون الرسول علیکم شهیدا، در صورت در قرآن هست شهیدا علیکم. این مسائل رو با هم دیگر ما در با جناب استاد سلیمانی در پرتو آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم با هم مروری رو کردیم، گرچه خود آقای مجلسی هم اعتراف کرده بود که در این دو باب روایت صحیح وجود ندارد. جزاکم الله خیر. ائمه خزانه داران علم الهی هستند، یعنی چی؟ بله، این باب بعدی هست، باب 69 هست. و این یک ادعای هست، این ادعا ادعای ائمه شیعه نیست، ائمه اهل بیت و فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هم چنین ادعایی رو در واقع نکرده و چنین ادعایی رو نداشته که ولات امر الهی باشند یا اینکه خزانه داران علم الهی باشند. این ادعای راویان شیعه هست، کسانی که دروغ بستند به نام ائمه و این ادعا را از زبان ائمه نقل کردند و ساختند و پرداختند به نام ائمه. وگرنه همون گونه که عرض کردم، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم و نه ائمه هیچ کدام چنین ادعایی را در واقع نداشتند، زیرا که این ادعا تضاد کامل دارد با آیات قرآن کریم. در این باب که باب 69 هست، عنوانش این است که ان الائمه علیهم السلام ولات امر الله و خزانه علمه.
ائمه علیهم السلام والیان امر الهی، که علامه مجلسی اینو گفته که منظور خلفای و جانشینان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، و همچنین خزانه داران علمش و خزانت و علمی، خزانه داران علم الهی هستند. گویا که علم الهی در یک صندوقی هست، در یک انباری هست، و انباردارش در واقع باشند ائمه کشی اونها رو به عنوان امامهای دوازدهگانه خودشون در واقع انتخاب کردن. قبل از هر چیزی در این باب روایت صحیح وجود ندارد، به استثنای دو روایت آخری که آقای مجلسی ادعا کرده. روایت اول رو گفته که ضعیف هست اما در حد موثق قبولش کرده، روایت دوم و سوم و چهارم مجهول هستند، روایت پنجم و ششم رو گفته که صحیح هستند. غیر از این عرض کردم که خود این عنوان که ان الائمه علیهم السلام ولات امر الله و خزانه علم، تضاد دارد با آیات قرآن کریم، با اون چیزی که الله متعال در مورد پیامبران خودش در واقع فرمودن. به طور مثال در سوره هود و در آیه 31 الله متعال نقل میکنند از حضرت نوح علیه السلام که ایشون خطاب فرمودند به قوم خودشون و گفتند قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. صراحتا هست که الله متعال دستور داده یکی از پیامبران الهی و اولوالعزم را، حضرت نوح علیه السلام را، که بگوید قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، اعلام بکن به پیروانت و به مردم و به قوم و قبیله خودت اعلام بکن که لا اقول لكم عندي خزائن الله، من چنین ادعایی رو ندارم، به شما نمیگویم و چنین باوری رو ندارم که من خزانه دار الهی هستم، خزانه های الهی نزد من نیست. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، خزانه های الهی پیش من نیست. و در ادامه میفرماید ولا اعلم الغیب، ولا اعلم الغیب، و من غیب هم نمیدانم، ولا اقول لكم اني ملک، و ادعای فرشته بودن رو هم ندارم. در این آیه الله متعال دستور داده به یکی از پیامبران اولوالعزمش، حضرت نوح علیه السلام، که به مردم اعتراف بکند، این ابلاغ بکند، این مطلب را صراحتا بیان بکند که قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، خزانه های الهی نزد من نیست و من علم غیب را هم ندارم. این آیات قبلش رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که این در مورد حضرت نوح علیه السلام هست که دستور الهی از در مورد حضرت نوح علیه السلام. یعنی همون پیامبران الهی خزانه دار علم الهی نیستن و غیب نمیدونن الا آنچه که طرق بحرش. بله، نه، پیامبران خزانه دار علم الهی هستند و حتی فرشتگان هم خزانه دار علم الهی نیستند. و این دستور اکیدی هست در قرآن کریم، خطاب به حضرت نوح علیه السلام که صراحت دارد قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، خزانه های الهی نزد من نیست و علم غیب را من هم نمیدونم. خب این در مورد نوح است. این همین تعبیر را ما در سوره انعام داریم در آیه 50 که در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، افضل الرسول و خاتم النبیین، باز هم دقیقا همین تعبیر را با همین الفاظ و با همین امر الهی در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، ای محمد اعلام بکن به مسلمانان و به امت خودت اعلام بکن و بگو که من نمیگویم که خزائن این الهی نزد من هست و من غیب نمیدانم و من فرشته نیستم. الان وقتی که امام الانبیا، افضل پیامبران در واقع این حرفش باشه و تعدادی از پیامبران الهی رو الله متعال دستور داده باشه که به مردم بگویند که ما خزانه دار الهی نیستیم و علم غیب نزد ما نیست، چگونه افرادی که نه وحی بر اونها در واقع نازل می شود، نه نبی هستند و نه در جایگاه وحی قرار دارند، اونها میتونن چنین ادعایی رو داشته باشند که ما خزانه داران علم الهی هستیم؟ پس بنابراین خزانه داری که معتقد باشند یا بر این باور باشند که خزانه دار علم الهی یا چیزی دیگر، هر چیزی از ویژگی های الله متعال باشد، این ادعا ادعای دروغی هست، چون این ادعایی رو قرآن نفی کرده، بلکه به پیامبران اولوالعزمش دستور داده که چون این ادعایی رو نفی بکنند. اگر چون این باوری هم در ذهن مردم به وجود آمده باشد، آن را قرآن کریم صراحتا در چندین جا در واقع نفی کرده.
و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین جایگاهی رو نداشته، خب نایبان رسول الله که شیعه ادعا میکنن قطعاً چنین جایگاهی رو در واقع نخواهند داشت، زیرا که در ویژگی هایی که ائمه شیعه دارند به هیچ عنوان برتر و بالاتر از شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم نیستند. این یک مطلب. مطلب دیگر، خود این عنوان که ائمه ولات امر الهی هستند، در مورد این که ولات امر هستند انشاءالله مطالبی رو عرض خواهم کرد، در مورد این که خزانداران علم الهی هستند، خود این عنوان با ابواب متعددی از کتاب اصول کافی در تضاد هست. خود همین مطلب که خزاندار علم الهی باشند، این با ابواب متعددی از ابواب کتاب اصول کافی و روایاتی که در این ابواب اومده کاملا در واقع تضاد دارد. به طور مثال در همین کتاب اصول کافی در جلد یک در صفحه 253 جلد یک این کتاب، فقط من سرسری اینو اشاره می کنم، جلد یک صفحه 253 در اینجا یک بابی رو دارد که بابون فی ان الائمه علیهم السلام یزدادون فی لیلة الجمعه، ان الائمه علیهم السلام یزدادون فی لیلة الجمعه، که علم ائمه در شبهای جمعه اضافه می شود. هر شب جمعه علمشون در واقع اضافه می شود. در اینجا این روایت واقعا جای تعجب داره. در این روایت اومده قال لی یا ابا یحیی ان لنا فی لیالی الجمعه لشأنا من الشأن، ما در شبهای جمعه یک وضعیت خاصی رو میگوید که داریم. قال قلت جلت فداک و ما ذلک الشأن، شب جمعه مگه چه فرقی رو داره با شبهای دیگه پیش شما؟ ایشون فرمودند که یؤذن لارواح الانبیاء الموتا، به ارواح پیامبرانی که در گذشته اند و همچنین ارواح اوصیا که منظور از اوصیا خود در واقع ائمه هستند اجازه داده میشه، و روح الوصی الذی بین ظهرانیکم، دوستان اگر نمایش بدن این صفحه رو، و همچنین روح وصی که در میان شما هست، پیامبر و این وصی و امامی که نزد شما هست و زنده هست، همه اینها جمع میشوند. یعرج بها الی السما، هر هفته معراج دارند، میروند به آسمانها روح تمام پیامبران و اوصیا و وصی که زنده هست، امامی که زنده هست، همه میروند. حتی توافی عرش ربها، تا اینکه به عرش الهی میرسند. فتطوف به اسبوعا، طواف میکنند در خانه بر عرش الهی اسبوعا، هفت دور میگردند، هفت دور کامل دور عرش الهی رو میگردند. این کسی که این روایت رو جعل کرده نفهمیده که این عرش الهی در واقع سقف تمام مخلوقات است، قابل دور زدن در واقع نیست. فکر کردند که عرش یک صندلی باشه که برن دور اون طواف بکنند. این ذهن و ذهنیت حتما کسی بوده که این روایت رو در واقع جعل کرده. به هر صورت در اینجا اومده که هفت دور روی عرش الهی رو میزنند و کنار هر یکی از پایه‌های عرش الهی نماز می‌خوانند، دو رکعت می‌خوانند و بعد از این روحشون دوباره به بدنشون برمیگردند. التی کانت فیها فتصبح الانبیاء والاوصیا قد ملأوا سرورا، که انبیا و اوصیایی که رفتن طواف کردند و معراج رفتند هر هفته پر از شادمانی و خوشحالی می‌شوند. و یصبح الوصی الذی بین ظهرانیکم و قد زید فی علمه مثل جم الغفیر، این وصی که در میان شما هست، اینم علمش به اندازه یک دسته و گروه بزرگ از مردم، یک سواد بزرگ در واقع علمش هم اضافه شده. روایت دیگری در این زمین اومده و باب بعدی همچنین هست. لولا ان الائمه علیهم السلام یزدادون لنفد ما عندهم، اگر ائمه علمشون اضافه نمیشد اون چیزی رو که داشتند گم میشد، یعنی تمام میشد علمشون در واقع تمام میشد. و روایتی هست که واقعا جای تأمل داره، اگر انسان دنبال فکاهی هست، دنبال حرفه های عجیب و غریب هست، این روایت رو مطالعه بکند، واقعا یعنی زیبا هست. مثلا به طور مثال در روایت سوم اینجا اومده که سمعت ابا جعفر یقول لولا ان نزداد لانفذنا، اگر ما علممون اضافه نمیشد علم ما تمام میشد، علم ما تمام میشد. قال قلت تزدادون شیئا لا يعلمه رسول الله، خود این کسی که روایت جعل کرده در تضاد بوده با خودش، یعنی با ذهن خودش و با عقل خودش کلنجار میرفته و مشکل داشته. خب خود به خود این اشکال به وجود میاد، اگر علم شما اضافه بشه یعنی علم شما از پیامبر بیشتر بوده. خب پیامبر از دنیا رفتند و همچنین علی و حسن و حسین اونها از دنیا رفتند، وقتی که علم شما هر هفته اضافه میشود معنیش این است که یک چیزی به شما میرسد که خب به پیامبر نرسیده، به ائمه قبلی نرسیده،
رسیده این حکم مشی است. قال اما انه اذا كان ذلك، اگر وقتی قرار این بر این باشه که علم ما در واقع اضافه بشه، عرض على رسول الله صلی الله علیه و سلم، این عرضه میشه اول بر رسول الله، ثم على الائمه، بعد از به امام ردیفی، اول علی، بعد حسن، بعد حسین، ثم انتهى الامر الینا، تا اینکه در واقع به ما میرسه. مثل جوی آبی هست که از در خونه هر کسی در واقع باید مرور بکنه. الان بحثی که من در اینجا دارم و روایات دیگری غیر از این، روایات این باب و روایات دیگری که در این زمینه هستم، الان سوال اینجا هست، اگر واقعا ائمه خزانه داران علم الهی باشند، ائمه خزانه داران علم الهی باشند، این به چه معنی هست که خزانه دار علم الهی هستند؟ آیا میدانند که الله متعال پیش اونها چی چیزی رو گذاشته یا نمیدونند؟ خزانه دار هستند، کلید با اونها، میدونند که داخل این اتاق چی هست یا چی نیست؟ اگر میدونند، خب اضافه شدن علم به چه معنی هست؟ اگر علم الله متعال، علم الله متعال که اضافه نمیشه، علم کامل و جامعی هست، هیچ گونه نقص و ایرادی رو نداره، 100% هست، قابل اضافه شدن در واقع نیست، علم ناقصی نیست. خب علم ائمه، اگر این ائمه خود اینها خزانه داران علم الهی هستند، اضافه شدن علمشون به چه معنی هست؟ به این معنی هست که یا در این ادعا دروغ گفتند، خزانه دار علم الهی نیستند، یا اینکه نمیدونند که خدا پیش اونها در واقع چی چیز را گذاشته. همون مثالی هست که قرآن در مورد که مثل حمار یحمل اسفارا، اولاغی که به قول سعدی که دفتری چند برون انباشته شده و خودش نمیفهمه که چی هست. یکی از این دو حالت در واقع به وجود میاد. اما ما معتقد هستیم که این روایات، روایات جعلی هستند. نه ائمه چون این ادعایی رو کردن و نه واقعیت چون این هست و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این ادعایی رو نداشتن، بلکه برعکسش الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده که اعتراف بکند که لا اقول لكم عندي خزائن الله. اینا یعنی اومدن یک دروغی رو ساختن، بعد هر جام که گیر کردن براش یک روایت جعل کردن. اول قضیه امامت، بعد برای امامت چسبوندن قضیه علم غیب رو که یک ویژگی خاص برای ائمه باشه، بعد دیدن که در تضاد و تناقض با قرآن قرار میگیره، همینطور روایت جعل کردن هر جایی که گیر کردن. یک مطلبی رو آوردند، خواستند یک ویژگی رو برای ائمه در واقع بسازند، غافل از این که آیات قرآن چنین ویژگی رو حتی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نفی کرده، چه برسد به جانشینان رسول الله صلی الله علیه وسلم. من فکر می‌کنم جناب استاد اینجا میخوان یعنی با زبان بی زبانی بگن که ائمه حتی از پیامبر صلی الله علیه وسلم هم افضل‌تر هستند، گرچه اینو تصریح کردند، حتی اینو تصریح کردن. مدرسی صراحتن میگه که ما موردی رو نداریم و نمیدونیم که چرا علی رو نباید بگیم پیغمبر، پیغمبر بودن رسول نبودنش به چی معنی هست. هیچ گونه وجه تخالفی که فرقی که در میان پیامبر و در میان ائمه باشه، شیعه نمیتونند که چنین فرقی رو پیدا بکنند. حتی گذشته از این، تفاوتی رو که در میان ائمه شیعه هست و در میان الله متعال هست، تفاوتی از دیدگاه شیعه وجود نداره. درست. تمام صفات و ویژگی های الله متعال رو آوردن تطبیق دادن بر ائمه شیعه، هیچ گونه تفاوتی رو نمیشود در واقع با توجه به روایات شیعه در میان ائمه و در میان رسول الله یا در میان ائمه و حتی در میان ذات الله متعال در واقع تفاوتی رو پیدا کرد. به هر صورت این یک مطلب هست که بررسی کردن سیره و زندگانی ائمه خودش این در واقع راویان را و این مدعیان دروغین تشیع را رسوا خواهد کرد که انشاءالله من به اون بعدن خواهم پرداخت. منتها یک مطلبی رو که در این ترجمه الباب آورده، در عنوان باب آورده، این است که ان الائمه علیهم السلام ولات و امر الله، ولات و امر الله که والیان امر الهی هستند. آقای مدرسی در کتاب مرآت الاخول در جایی که این روایات را در واقع بررسی کرده، در اونجا میگه که ولات و امر الله ای امر الخلافت و الامامه، امر خلافت و امامت در واقع والیانش و صاحبانش در واقع ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. خود این یک ادعا هست. در روایاتی که در این باب اومده به استثنای روایت اول، چون این بقیه روایت چون این تعبیری رو ندارن. روایت اول که به اعتراف خود آقای مدلسی روایت ضعیفی هست. دوستان اگر نمایش بدن این قول آقای مدلسی رو و نظری رو که آقای مدلسی در این زمینه دارن، این جلد دوم کتاب مرآت الاخول هست و باب ان الائمه علیهم السلام ولات امر الله و خزانه علم. در اینجا صراحتا آورده که حدیث اول ضعیف هست.
حدیث اول ضعیف است و مراد از ولات امر الله امر الخلافتی و الامام، منظور امر امامت و خلافت هست و روایت دوم مجهول و روایت سوم هم در اینجا گفته که مجهول است، روایت چهارم هم مجهول، روایت پنجم و ششم را قبلا عرض کردم که گفته که در واقع صحیح هستند که به این روایت انشاءالله خواهیم پرداخت. این ادعا یک ادعای بزرگی هست که چون این ادعایی را هیچ یکی از ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که سررشته این امامت مذمومه هست تا امام 11مشون که وجود خارجی داشته، هیچ کسی چون این ادعایی را نکرده، حتی از امام موهوم و غایبشون هم چون این ادعایی در واقع ثابت نشده، خودش ثابت نیست که برسه که از اون در واقع ادعایی ثابت بشه. در کتاب نهج البلاغه در ده مورد، در ده ها خطبه و نامه و کلمات و کلام سیدنا علی رضی الله تعالی عنه صراحتا این اومده و به وفور رسیده، حتی می شود ادعای تواتر کرد از زمان حضرت علی رضی الله تعالی عنه که در واقع ایشون در جاهای مختلفی و به عناوین مختلفی نفی کردند که ایشون منسوب از جانب الله باشند، به تعبیر این روایت ولات امر الهی باشند. من فقط چند مورد رو از این موارد رو اگر اجازه بدید از کتاب نهج البلاغه خدمت بینندگان عزیز نمایش میدم. به طور مثال اولا ایشون امامت رو و حکومتداری دنیا رو یک امر در واقع مانند سراب میدونه، تشبیهش کرده به سراب یا اینکه به ابر بهاری در واقع تعبیرش کرده و این خودش یا یک نوع اهانت هست به جایگاه امامت یا اینکه واقعا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نمیدونستند اهمیت امامت رو یا اینکه عمدن اهانت کردند یا نمیدونستند واقعا که امامت الهی یک منصب الهی هست و این جایگاه را داره، جز اصول دین هست، یا اینکه واقعا میدونستند و باز هم در واقع اهانت کردند. ایشون در نامه 62 نهج البلاغه اینو که به اهل مصر نوشته همراه با مالک اشتر لما والله امارتها، زمانی که ایشون به امارت مصر در واقع منصوب کرد، در این نامه ایشون در این جمله میفرماید که فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو حدما. من از این ترسیدم که اگر این بعد از این که رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا رفتن و مردم ابوبکر رو به خلافت برگزیدن، من ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانان را یاری نرسانم، در اسلام یک نوع خدشه به وجود بیاد، یک نوع در واقع کمی یا حدمی به وجود بیاد که تکون المصیبت به علی اعظم، که مصیبت بزرگتری بر من وارد بشود از اینکه خلافت و در واقع فرمان روایی از دست من رفته. من فوت ولایتکم التي انما هي متاع ایام قلائل. ایشون میگه که ولایت بر شما از دیدگاه من سامان و اسباب چند روز کم هست. انما هي متاع ایام قلائل یزول منها ماکان. اون چیزی که بوده از بین میره. یک زمانی انسان خلیفه هست، بعد از این میمیره، فرمان روا هست، پادشاه هست، بعدش میمیرد و نامش هم از تاریخ در واقع گم میشود. علی میفرماید که این متاع چند روزه دنیا هست که زایل میشود، از بین میرود. یزول منها ماکان کما یزول السراب، اون گونه که سراب از بین میرود. او کما یتقشع السحاب، و یا اون گونه که سحاب در واقع ابر از روی از پهنای آسمان در واقع از بین میرود. فنهضت فی تلک الاحداث حتی زاح الباطل و زحق. ایشون میفرماید که در اون اتفاقات، یعنی بعد از وفات رسول الله، من نقش ایفا کردم، اقدام کردم تا اینکه باطل از بین رفت و زحق و اطمئن الدین و تنحنح، و دین در واقع به اطمینان رسید و استوار شد و بر جای ماند. یعنی سیدنا علی رضی الله تعالی در این کلام خودشون، در این نامه خودشون، اولا امامت رو تشبیه کرده که به ایام سامان و اسباب چند روز زندگی هست که از بین می رود، مانند سراب هست که گم می شود و مانند ابری هست که از پهنای آسمان از بین می رود. و در این نامه ایشون اعتراف کردند که در اون زمان، ایشون در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، ایشون قیام کردند و در واقع اظهار نقش کردند و نقش ایفا کردن تا اینکه دین قائم موند. دین قائم موند یعنی اشاره به حرکت ارتداد هست که حرکت ارتداد کلن از بین رفت و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه یکی از دستیاران حضرت ابوبکر صدیق و همچنین بعد از آن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بوده.
این یک مطلب. ایشون در نامه در ششم نهج البلاغه، نامه‌ای که به معاویه نوشتن، در این هم صراحت داره، هیچ گونه اشاره نمی کند به این که ما والیان امر الهی هستیم، ما امامان منصوب از جانب الله متعال هستیم، بلکه عکس این رو در واقع اعتراف می کند و می فرماید و انما الشورى للمهاجرین والانصار، شورا از آن مهاجرین و انصار هست، اونایی که باید تصمیم بگیرند مهاجرین و انصار هستند. در چه موردی تصمیم بگیرند؟ مورد چی هست؟ مورد امامت هست، بحث خلافت و امامت. فإن اجتمعوا على رجل وسموه اماما، اگر بر یک نفری اتفاق نظر پیدا کردند و او را امام خودشون نامیدند، کان ذلك لله رضا، این موجب رضایت الله متعال می شود. فإن خرج من امرهم خارج بطعن، اگر کسی مخالفت بکند، طعنه وارد بکند یا بدعتی را ایجاد بکند، ردوه الى ما خرج منه، اون را از این کارش باز می‌دارن، به اصل و حقیقت باز می‌گردانن. فإن ابا قاتلوه، اگر انکار بکند، اصرار داشته باشد بر موضع خودش، مسلمانان یعنی مهاجرین و انصار با اون در واقع درگیر می‌شوند، می‌جنگند. به چه دلیل؟ على اتباعه غیر سبیل المؤمنین، به دلیل این که راهی غیر از راه مؤمنان را رفته. در اینجا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه صراحتا می‌فرماید که اگر مهاجرین و انصار یکی را امام نامیدن، این موجب رضایت الله متعال هست. ببینیم اینجا ترجمه ای رو که در آخر کرده چی هست. میگوید که شورا از آن مهاجران است و انصار، پس اگر گرد مردی فراهم گردیدند و او را امام خود نامیدند، خوشنودی خدا را خریدند. مگر می شود چند تا باقی به قول آقایون جمع بشند، خلافت را غصب بکنند؟ علی بازم بگه که اینا خوشنودی خدا را خریدند؟ محاله که چون این حرفی رو سیدنا علی اگر واقعا بهش ایمان نداشت چون این حرفی را بزنند. اگر کسی کار آنان را عیب گذارد یا بدعتی پدید آرد، او را به جمعی که از آن بیرون شده بازگردانند، و اگر سر باز زد با وی پیکار رانند که راهی دیگر را پذیرفته و جز به راه مسلمانان رفته، و خدا در گردن او درآرد آن را که بر خود لازم دارد. این خطبه نامه دیگری از نامه های ایشون هست. و در جای دیگر در خطبه 173 این باز همین مطلب رو تکرار میکنه، دقیقا تکرار همون مطلب هست با جملات دیگر. در اینجا در خطبه 173 میفرماید ایها الناس، ای مردم، این احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه، هر کسی که قوی تر هست، هر کسی که توانایی بیشتری را دارد و پشتکار بیشتری را دارد در مورد این امر، یعنی امر خلافت، اون حق دارتر هست. هر کسی که توانایی بیشتری دارد بر اداره امور کشور، اون صلاحیت بیشتری را در واقع دارد و حق دارتر است. این حق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه، کسی که بیشتر از امور حکومتداری آگاه هست و این علم و سیاست رو داره، اون اولا و مقدم هست. فإن شغب شاغب، همون حرفی رو که در اونجا زده با تعبیر دیگر، اگر کسی اعتراض بکند، استعتب، کسی که برگرده مخالفت بکنه اون رو معاتبه می شود. فإن ابا قتل، اگر انکار بکنه با اون پیکار میکنن. و لعمری، این جملهش خیلی جای تأمل دارد، به جان خودم میگه سوگند، لئن کانت الامامت لا تنعقد حتی یحضرها عامت الناس فما الى ذلك سبیل، اگر قرار بود که برای منعقد شدن امامت تمام مردم حضور داشته باشند، امامت منعقد نمیشد. تعبیر خیلی جالبی هست و واضحه. اگر قرار بود که تمام مردم 100% باید حاضر بشن با خلیفه بیعت بکنند و اونو قبول بکنند، چون این امکانی اصلا نمیافتاد. ایشون نمیگه که امامت امر الهی هست، ما از جانب الله تعیین شدیم، ما ولات امر هستیم، بلکه همون امری رو که در قبلا گذشته بود که اما این شورا از آن مهاجرین و انصار هست، در اینجا با تعبیر دیگر میگوید که اگر قرار باشد که تمام مردم 100% جمع بشوند و رأی بدهند، پس چون این امامی امامتی اصلا تعیین نمیشد. ولکن اهلها یحکمون علی من غاب عنها، اما اونایی که حاضرند بر کسانی که غایبند حکم میکنند،
یعنی اونایی که رأی دادند، اونهایی که بیعت کردند با امام، ولو این که افراد دیگر نیومدند حضور نداشتند، اما بیعت بر اونها لازم هست. ولكن اهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد ان يرجع، اونی که حضور داشته حق برگشت نداره، نمیتونه که موضع خودش رو عوض بکند. ولا للغائب ان يختار، اونی هم که در این بیعت حضور نداشته نمیتواند که نظر دیگری رو، در واقع یه فرد دیگری رو به عنوان امام خودش اختیار بکنه. آیا کسی که معتقد به امامت الهی و ولات امر الهی بودن داره چنین حرفی رو میزنه؟ قطعا چنین حرفی رو نمیزنند. ترجمه‌ای که در اینجا کردم این است که مردم، سزاوار به خلافت کسی است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر، یعنی فرمان الهی و در مورد خلافت رو بدان آمد. اگر فتنه جویی فتنه آغازد، از او خواهید تا با جمع مسلمانان بسازد، و اگر سر باز زند سر خیش ببازد، یعنی گردنشو میزنند. به جانم سوگند، حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه به جانم سوگند، اگر کار امامت راست نیاید جز بدان که همه مردم در آن حاضر باید، چون این کار ناشدنی نماید. امکان نداره که امامتی منعقد بشود، لیکن کسانی که حاضرند و حکم آن دانند بر آنان که حاضر نباشند حکم رانند. هرچی اینا شورای مسلمانان و اهل حل و عقد تصمیم گرفتند، این برای بقیه ملزم هست و آنگاه حاضر حق ندارد سر باز زند و نپذیرد و نه غایب را که دیگری را امام خود گیرد. این واقعا کلام سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در این زمینه واضح و آشکار است. یا اینکه ایشون در واقع در خطبه 92 صراحتا اینو میفرمایند، دعونی والتمسوا غیری، دعونی والتمسوا غیری، ما را رها کنید بروید سراغ کسی دیگر بیایید. الان آیا امکان دارد که رسول الله صلی الله علیه وسلم مردم اومده باشند که احکام خدا را به عنوان پیامبر برای ما معرفی بکن، احکام الهی را بازگو کن، برای ما قرآن را برای ما بخوان، رسول الله صلی الله علیه وسلم بفرماید که نه من این کار را نمی کنم، بروید پیش کسی دیگر؟ آیا کسی که منصوب از جانب الله متعال هست و وظیفه شرعیش هست، آیا میتواند چنین ادعایی رو بکند، مردم را به کسی دیگر حواله بکند؟ دعونی والتمسوا غیری، دوستان اگر اینو نمایش بدن، دعونی والتمسوا غیری، مرا رها بکنید و کسی دیگر را بروید سراغش. فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما دچار در یک کاری رو داشت پیش داریم که وجه و الوان متشعبی رو در واقع دارد. لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. و در آخر می فرماید که وعلموا انی ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلمو ولم اصغ الى قول القائل وعتب العاتب، اگر قرار باشه من خلیفه باشم، من اونگونه که خودم می دونم با شما رفتار می کنم، حرف هیچ کسی رو در این زمینه گوش نمی کنم. لم اصغ الى قول القائل، حرف هیچ کسی رو نمیشنوم و هیچ کسی، هر کسی ملامت بکنه برای من مهم نیست، اون چیزی رو که من میدونم اونو اجرا میکنم. و این ترکتمونی، اگر من رو ترک کردید، نگفته اگر من رو ترک کردید، اگر با من بیعت نکردید، اگر من امام نشدم شما امام کافر میشید، امام منصوب من الله رو رها کردید و به بیراه میرید، نه. فانا که احدکم، منم مثل شما، اگر شما امامت مرا ترک کردید منم یکی از شما. ولعلی اسمعکم و اتواعکم، شاید من از همه شما حرف شنوتر و مطیع‌تر باشم نسبت به خلیفه خودم. من از همه شما. امکان دارد که علی شیر خدا، کسی که امام معصوم هست، بیاید از غیر امام، کسی را اصلا که امام نیست، یک خلیفه باطلی هست، یک حکمران ظالمی هست، از اون بیاد اطاعت بکند؟ نه تنها اطاعت بکند، بلکه بگید من از همه شما بیشتر اطاعت میکنم، بیشتر حرف شنوی در واقع دارم. لمن ولیتموه امرکم و انا لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا، و من وزیر شما باشم بهتر از این است که من امیر شما باشم. و این وزارت رو پذیرفت، درخواست میکند، من نمیخوام امیر بشم، همون وزارت برای من کافی هست. آیا کسی که امیر هست از جانب الله، مثل امام، مثل نبوت، یک جایگاه الهی رو دارد، میتواند چنین حرفی رو بزند؟ یا در اینجا سیدنا علی رضی الله به بنابر منطقی که آقای خزمینی دارند، آیا علی راست گفتند یا دروغ گفتند؟ اگر دروغ گفتند که خب مصیبت بزرگی است، اگر راست گفتند باز هم امامتشون در واقع از بین میره. بلکه ما معتقدیم که این امامت منسوسه یک افسانه است،
برای هیچ کسی، نه برای علی ثابت شده و نه برای ابوبکر و کسان دیگر. همون گونه که علی رضی الله تعالی عنه فرمودند این امر خلافت امر شورا هست، بلکه در اینجا روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده در کتاب اصول کافی جلد 2 صفحه 373 روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم: من ارضا سلطانا جائرا بسخط الله خرج من دین الله. هر کسی که سلطان جائری رو راضی بگرداند به بهای نارضایتی الله متعال، از دین خارج میشه. الان علی رضی الله تعالی عنه ابوبکر را راضی کرد، خودش هم میگه که من از همه شما اسمع و اتوا هستم، حرف شنوتر هستم، به هر کسی که شما بعد از من، این بعد از جریان قتل و شهادت سیدنا عثمان هست، هر کسی رو که شما امیر بکنید من از همه شما مطیع‌تر خواهم بود. آیا علی رضی الله تعالی عنه برای کسی که خلافت رو غصب کرده و به ناحق امیر شده این حرف رو میزند؟ اون وقت به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم از دین خارج شده. و همچنین در همین کتاب جلد 2 صفحه 373 از امام باقر روایت شده: لا دین لمن دان بطاعت من عصى الله. هر کسی که مطیع حاکمی باشد که از الله متعال عصیان کرده، نافرمانی کرده، دینی رو در واقع نداره. این شیعه و این راویان دروغین اومدن به این طریق در واقع دین و ایمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو زیر سوال در واقع بردن. روایات دیگری و خطبه های دیگری در اینجا هست، من یادداشت کردم، منتها به خاطر ضیق وقت و طولانی بودن این مطلب من تمام این مطالب رو در واقع میگذارم برای برنامه دیگر. و حتی در همون خطبه سوم و معروفی که شیعه همیشه به اون استدلال میکند و خطبه شیخ شقیه هست، در اونجا هم سیدنا علی رضی الله تعالی عنه همین مطلب را در واقع بیان کرده: اما والذی فلق الحبه و برا النسمه لولا حضور الحاضر، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناظر، و ما اخذ الله على العلماء الا يقار على كظه ظالم ولا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها. صراحت داره، حتی در همون معروفترین خطبه‌ای که آقایون اومدند ازش استدلال میکنند که سیدنا علی رضی الله تعالی مظلومیت خودش را، حق به باد رفته خودش را در واقع در این خطبه مطرح کرده. من این ترجمه خود آقایون رو در اینجا میخونم، این مطلبی رو که خوندم: به خدایی که دانه را کفید، به خدایی قسم که دانه را کفید، این دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر این بیعت کنندگان نبودند، ببینید علی چی میگوید، اگر این بیعت کنندگان نبودند و یاران و یعنی اصحاب حجت بر من تمام نمی نمودند و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمپاره را بر نتابد و به یاری گرسنگان ستمتیده بشتابند، رشته این کار را از دست می گذاشتم و پایانش را چون آغازش می انگاشتم. می گوید که اگر بیعت بیعت کنندگان نبود، نمی گوید من از جانب الله مأموریت دارم. خب تو که از جانب الله مأموریت داری، این وظیفه الهی هست، منصب الهی هست، چگونه چونین کسی که جای شکست نفسی هم نیست اینجا، جای شکست نفسی جای اتمام حجت هست، باید اتمام حجت بکند بر مردم که این مردم، من پیامبر الهی هستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ابلاغ رسالت و نبوت خودش در هیچ جا شکست نفسی نکردند و اصلا امکان نداره، این تضاد داره با اصل ابلاغ در واقع رسالت. الله سبحانه و تعالی میگه ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيره من امرهم. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به اعتراف شیعه، به اعتقاد شیعه، در واقع مأمور هست از جانب الله که این امامت رو ابلاغ بکند به مردم. اون وقت بیاد اگر مردم پیش من نمی اومدند، اگر مردم مرا مجبور نمی کردند، اگر دوستان دور منو جمع نمی کردند و الله در واقع از علما، نه اینکه از ما، الله متعال از علما این عهد و پیمان رو نگرفته بود که در کنار ظالم نباشند، من در واقع این خلافت را همون گونه که اولش رو رها کردم آخرش رو هم رها میکردم. و این از در کتاب بهار الانوار من موارد متعددی هست در اینجا از بیرغبتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو در مورد امر خلافت رو که صراحتن ایشون در این کتاب بیان میکنند. به طور مثال ایشان میفرمند که در کتاب بهار الانوار جلد 32 صفحه
21 است. فوالله ما کانت لی فی الولایت رغبه، من در ولایت هیچ گونه رغبتی رو نداشتم. ولکنکم دعوتمونی الیها، شما بودید که منو گفتید بیا خلیفه بشو و امام بشو. و جعلتمونی علیها، شما مرا خلیفه کردید و امام کردید. آیا مردم علی رو خلیفه کردند یا الله متعال؟ طبق ادعای اینا که الله متعال. پس این دروغ هست این حرفیشون. اما شما اومدی منو دعوت کردید به خلافت و شما مرا بر امامت گماردید و جعلتمونی علیها فخفت ان اردکم فتختلف الامه، من از این ترسیدم که اگر قبول نکنم مردم دچار در واقع اختلاف بشوند. فلما افضت الی نظرت فی کتاب الله، وقتی که خلافت به من رسید نگاه کردم در قرآن و سنت و هر چیزی رو که در قرآن و سنت بود در واقع من اجرا کردم. و روایات دیگر و زیادی رو که من در اینجا چندین مورد هست از قول سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که ایشون در واقع اومدن تعریف کردند از سیدنا ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنه، مثلا ایشون در همین جلد 32 صفحه 62 میگه ثم استخلف الناس ابوبکر، مردم ابوبکر رو خلیفه کردن. فلم یعل جهده، ایشون هیچ کوتاهی رو نکرد، هیچ کوتاهی نکرد. ثم استخلف ابوبکر عمر، ابوبکر عمر را جای خودش قرار داد. فلم یعل جهده، ایشون هم هیچ از هیچ کوششی دریغ نکرد. ثم استخلف الناس عثمان، مردم عثمان را برگزیدن. فنال منکم و نلتم منه، شما بهش اعتراض کردید یا ایراد گرفتید. حتی اذا کان من امره ما کان اتیتمونی لتبایونی، بعد از اون اومدی پیش من. فقلت لا حاجت لی فی ذلک، من نیازی به امارت ندارم، من نیازی به خلافت ندارم. و دخلت منزلی، رفتم تو داخل منزل خودم. فاستخرجتمونی، شما رو بیرون کشیدید. فقبضت یدی، دست خودم رو جمع کردن. فبسطتموها، شما دست من رو در واقع کشیدید و صافش کردید. و تداککتم علی حتی ظننت انکم قاتلی قاتلیه، چنان بر من یورش بردید که من فکر کردم که اگر قبول نکنم که خلیفه شما بشم من رو میکشید. و این بعضکم قاتلون، بعضی از شما یک دیگر را در واقع میکشید. این حرف حضرت علی رضی الله تعالی عنه است که در هیچ کدام از این کلام و گفتار ایشان که خیلی زیادم هست، ایشون در واقع ادعای این که من ولی از جانب الله متعال هستند، ما ولات امر الهی هستیم، امامت منصب الهی است. بینندگان عزیز هم دیدن که در هیچ کدام از این خطبه ها و نامه های ایشون و گفتار ایشون چنین اشاره ای نشده بود. و این اون وقت آقای کلینی اومده مانند بخیشیان ادعا میکنند که ائمه ولات امر الله هستن. ما نمیدونیم که حرف کلینی رو قبول بکنیم به عنوان شیعه یا حرف و صدها و ده ها موردی رو که در روایاتش اومده و ده ها موردی رو که من عرض کردم از کلام سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. قطعا مذهب سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، عقیده ایشون در مورد امامت و خلافت برای ما اولاتر هست از عقیده شیعه و از اون چیزی که آقای کلینی در اینجا به استناد از روایات ضعیفی و به استناد از راویان، از قول راویان دروغی در اینجا در واقع اومده مطرح کرده. پس بنابراین نه علی و نه بقیه ائمه در واقع 11 گانه هیچ کدام ادعای ولایت امر الهی و این که منسوب از جانب الهی هستند چون این ادعایی رو نکردند. و این روایتی که در اینجا اومده علی رغم این که در واقع ضعیف هست، متضاد با ده ها مورد دیگر از روایات و اقوال سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. تر این روایت اومده که از امام ابو عبدالله اینو نقل کرده، عبدالرحمن ابن کثیر است، یقول نحن ولات امر الله، ما والیان امر الهی هستیم. و خزانه علم الله و عیبه وحی الله، و ما خزانه داران علم الهی هستیم و ظرفی هستیم برای وحی الهی، یعنی کیسه و خرجینی هستیم برای وحی الهی. همون گونه که عرض کردم، این فقط در مورد قسمت اولش بود که هیچ کدام از ائمه اهل بیت این حرف رو نزدن، دروغ هست. و این که به نام ائمه اهل بیت این ادعا رو در واقع اومدند و درست کردن، نه رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین مطلبی رو فرمود و نه بعد از ایشون ائمه اهل بیت و بزرگان اهل بیت هیچ کدام چنین ادعایی رو هم نداشتند. جزاکم الله خیر. برای بینندگان عزیز و گرامی، این بود تناقضاتی که در این دین وجود داره با قرآن کریم و با روایت هایی که منسوب به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. همونطوری که استاد فرمودن، اونجا دیگه جای شکست نفسی و جایی نبود که والا برید شما کسی دیگری رو انتخاب بکنید، من الان نمیتونم خلیفه بشم، نمیتونم امام بشم، یا ترس از مردم و از اینکه بکشنش یا که
مانند امام زمانی که رسالتش رو رها کرده و امامتش رو فراموش کرده و فرار کرده، در حالی که الله سبحانه و تعالی به آیه‌ای که خودشون بهش استناد میکنن میگه که یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ای رسول، اون چیزی که به تو ابلاغ شده، رسالتی که به تو ابلاغ شده به مردم برسان، که اگر این کارو نکنی اصلا پیامبری تو به انجام نرساندی، رسالت تو ادا نکردی، و از مردم هم نترس، والله یعصمک من الناس، الله سبحانه و تعالی تو رو حفظ میکنه از مردم. اگر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رسالتی داشت، امامتی داشت از طرف الله سبحانه و تعالی، باید از کسی نمیترسید، اونو ابلاغ میکرد، چه در زمان ابوبکر، چه در زمان عمر، چه بعد از شهادت عثمان. اما آنچه که در روایت های نهج البلاغه است نشون میده که اصلا ایشون رغبتی نداشتن به این خلافت و به این امامت. جناب استاد اگر اجازه بدید میان برنامه بریم یا مطلبی دارید میخواید بفرمایید؟ میان برنامه میبینیم و دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با برنامه حجت بی حجت. عالم الغیب دانستن امامان، تعریف یا توهین؟ هیچ لحظه از لحظات شبان روزیمون خلاصه فراموش نکنیم. همون آیه شریفه ای که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، شما هر کاری میخواد بکنید بکنید، خدا شما را میبیند، پیغمبرم میبیند، آقا امام زمان هم شما را میبیند. حضرت ولیعصر در توقیعش به شیخ مفید فرمود فانا یحیط علمنا بانبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. ما احاطه علمی بر تمام کارهای شما داریم، چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. خیلی ممنونیم. الله متعال در وصف خیش می‌فرماید و تو در هیچ حالتی قرار نمی گیری و چیزی از قرآن نمی خوانی و هیچ کاری را نمی کنید مگر این که بر شما گواهیم، آنگاه که شما بدان مبادرت می ورزید و به آن مشغول می شوید و به اندازه ذره‌ای در زمین و آسمان از پروردگارت پوشیده نمی ماند و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر از آن مگر این که در کتابی روشن نوشته شده است. و نیز می‌فرماید الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. الله همان است که هفت آسمان را و همانند آن را در زمین آفریده است. فرمان بین آنها فرود می آید تا بدانی که الله بر هر کاری تواناست و آگاهی او همه چیز را فرا گرفته است. اما این آخوند دور از مفاهیم و دستورات قرآن کریم صفتی را که قرآن مختص الله متعال می داند به غیر الله و به یک موجود خیالی که هیچ وجود خارجی هم ندارد اختصاص داده و او را شریک الله متعال قرار می دهد و به آیه استدلال می کند که هیچ ارتباطی به موضوع ندارد، بلکه این آیه در مورد کسانی نازل شده که از جهاد تخلف نمودند و به گناه خود معترف شدند. الله متعال خطاب به آنها می فرماید که شما اعمال نیک انجام دهید چون الله و رسولش و مسلمان ها در دنیا گواه بر اعمال شما هستند و در روز آخرت شما به سوی ذاتی که دانای به غیب و حاضر بر امور شماست بازگردانده می شوید. و کلمه والمؤمنون
صیغه جمع است که به معنای تمام مسلمان هاست. اما این آخوند نادان به الفبای زبان عربی آن را به یک شخص که امام زمان خیالی است معنی می کند. علاوه بر این باید از این علامه پرسید آیا فکر نمی کنید ادعای چنین صفتی برای این موجود خیالی توهین به اوست و نه تعریف از وی؟ احاطه داشتن بر تمام کارهای انسان در خلوت و جلوت و پشت درهای بسته امنیت روانی جامعه را در برابر چنین انسان چشم چرانی به خطر می اندازد و دیگر هیچ خلوتگاهی برای بشر باقی نخواهد ماند و ترس از چشمان کمین نشسته انسانی هوسران غیرتها را به جوش آورده و لذتها را مقدر می سازد. علاوه بر این اعتماد پیروان نسبت به چشم و گوش و قلب آن ولی هوسران سلب شده و آرزو می کنند تا روزی بر او دست یابند و چشمان او را نشانه رفته و کور نمایند. البته از آنجا که این موجود خیالی یا همان امام زمان هیچ وجود خارجی ندارد، در این زمینه هیچ خطری متوجه جامعه نخواهد بود. به کلیپ دیگر این آخوند توجه نمایید که دانایی از احوال قلوب را که صفتی دیگر از صفات الله متعال است به امام حسن عسکری رحمه الله نسبت می دهد که او از آنچه در دل سائل می گذشت با خبر بود. عوضه و مقصره آمدن پیش ابی محمد امام عسکری سلام الله علیه. بعد برای شما عرض کنم راوی میگه من قلت فی نفسی اسأله ان لا یدخل الجنه الا من عرف معرفتی و قال بمقالتی. بازم از امام سوال کنم، هر کس مثل ما شیعه نیست، معتقد به امامت ائمه نیست، اینها وارد بهشت نمیشوند؟ گفت از دلم این گذشت. امام علیه السلام فرمود قال بمقالتی که قلت ای والله. میخوای یه حرفی بزنی؟ عرض کردم بله، یه حرفی که تو ذهنم گذشت اینها. بعد حضرت فرمودن جئت الى ولی الله و حجته و بابه تسأله هل يدخل الجنه الا من عرف معرفتک و قال له. میخوای از من اومدی این سوال کنی؟ هر کس شیعه نیست وارد بهش نمیشه، هر کس مثل تو عقیده ندارد، مثل تو اشهد ان علی ولی الله نمیگه، بس اینا وارد بهش نمیشن. فقلت ای والله، یا ابن رسول الله قسم به خدا اومدم همین رو از شما سوال کنم. الله متعال در وصف خیش میفرماید یا لم الله خیانت چشمان و آنچه را که دلها نهفته می دارند می داند و نیز می فرماید ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور. بیگمان الله دانای امور پنهان آسمان ها و زمین است و مسلما از چیزهایی که در درون دلهاست کاملا آگاه است. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که از امام حسن عسکری و از تمامی مخلوقات افضل و برتر بودند، از چنین صفتی برخوردار نبودند و از دلهای منافقینی که نفاق خود را پنهان می نمودند با خبر نبودند. الله متعال می فرماید و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. و برخی از اهل مدینه در نفاق مهارت پیدا کرده اند و تو آنها را نمی شناسی، ما آنان را می شناسیم. پس چگونه ممکن است که امام حسن عسکری که شاگرد مکتب پیامبر هستند در کرامات خود درجه ای بالاتر از ایشان داشته باشند؟
و سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. در لحظاتی که گذشت در مورد موضوع این باب صحبت کردیم، اما با شما سری بزنیم به روایت ها، بررسی روایت ها که حضرت استاد ذکر کرده بودن که روایت ها رو بررسی خواهیم کرد. بله، روایت این باب رو همون گونه که عرض کردم، فقط دو تا روایت از دیدگاه آقای مجلسی صحیح هست. خیلی هنر کردن. بله، اونم که صحیح هست اونم در واقع افتضاح به بار آورده و مثل همیشه یعنی یک جای کارشون در واقع ایراد داره و میلنگه. روایت اول که از عبدالرحمن ابن کثیر هست میگوید که امام ابو عبدالله فرمودند که نحن ولاة امر الله و خزانة علم الله و عیبة وحی الله، که اینو قبلا خدمت بینندگان من نمایش دادم. در تمام این روایات همین یک مورد رو ذکر کرد، در واقع آورده که ما خازنان علم الهی و انبارداران علم الهی هستیم. روایت اول. روایت دوم میگوید که والله انا لخزان الله فی سمائه و ارضه، ما خزانه داران علم الهی، خزانه داران الهی در آسمان و در زمینش هستیم. نه تنها در زمین دست برداران، بلکه حتی در آسمان هم ظاهرا دستشون میرسه. ما در آسمان هم خزانه دار هستیم. نه بر طلا و نقره، لا على ذهب ولا على فضه، بر طلا و نقره نه، الا على علمه، بلکه بر علم الله. علم الله پیش ما هست، ما خزانه دارش هستیم، انباردارش ما هستیم. و همچنین روایت بعدی، نحن خزان و علم الله، ما خازنان علم الهی هستیم، و نحن تراجمت وحی الله، ما مترجمان وحی الهی هستیم. اما تا حالا ما ترجمی از ائمه که به زبان دیگه باشه اینو ما تا حالا نداریم. چگونه وحی الهی رو ترجمه کردن، به چه زبانهایی ترجمه کردن، برای کی ترجمه کردن، تا حالا که معلوم نشده. و نحن الحجة البالغة على من دون السماء و من فوق الارض، اونایی که از زیر آسمانند، بالای زمینند، ما حجت الهی بر اونها هستیم. روایت چهارم همین مطلب را داره که و هم خزانی على علمی من بعدک، خازنان علم من هستند بعد از تو. روایت پنجم هم میگوید که و خزانه على علمه، خازنان علم الهی هستند. روایت ششم هم میگوید که فاحسن خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا و جعلنا خزانه فی سمائه و ارضه، در آسمان و زمین ما را خازن خود قرار داده، انباردار خودش قرار داره. و اداخل عبارتی رو که در اینجا آورده. خب در اینجا مطلبی که مورد اشتراک هست در میان تمام این روایات، روایات ضعیف و روایات مجهول و اون روایت آخری هم که در واقع گفته بود که صحیح است، این مطلب هست که ادعا کرده که ائمه خازنان علم الهی هستند. عرض کردم قبلا که این تضاد داره با آیات قرآن، با جایگاهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن. الله متعال صراحتن به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده که تا اعلام بکند که هیچ گونه خزانه داری بر عهده ایشان نیست. درست. هیچ جایی رسول الله صلی الله علیه و سلم خازن نبودن. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. و عرض کردم که این تضاد داره با تمام موارد دیگر، ابوابی که هست، که انشاءالله در جلسات بعد در وقتی که در مورد علم ائمه صحبت بکنیم من بسیاری از این تضادها را هم گوشزد خواهم کرد. غیر از این ما برویم سراغ کسانی که خزانه داران علم الهی هستند. اون کسی که ادعای خزانه داری می کند یعنی چی؟ وقتی که میگه ما خزانه دار علم الهی هستیم، یعنی این که علم ما از بقیه کامل تر هست. معنیش این می شود. و اگر غیر از این معنی داشته باشد هیچ گونه ارزشی رو نداره، هیچ گونه ارزشی رو نداره. بالفرض ما فرض بکنیم که علم الهی تو یک اتاقی باشه، قفل باشه، و خود اون کسی که کلید دستش هست نمیدونه که در این چی هست. خب این چه فضیلتی رو داره؟ چون این چیزی اساسا امکان نداره و این یک کسر شأن برای الله متعال هست، یک نوع در واقع کفرگویی هست که الله متعال اگر بخواد که یک علمی رو برداره از خودش استفاده بکنه، آیا باید کلید از این خزانه دار بگیره یا نگیره؟ یعنی بدون اجازه وارد اون انبار میشه و علم برمیداره. به هر صورت که ما تصور بکنیم این در واقع کسر شأنی هست برای الله متعال، یک نوع کفرگویی هست، یا اینکه کسر شأنی برای خود ائمه هست. مثل یک نگهبانی که در بانکی باشه و هیچ تصرفی در پولایی که در خزانه بانک هست نداشته باشه. اگر این گونه باشه خب ارزشش به اندازه نگهبان بانک، خازن یک علمی هست
نگهبان یک مکتبه ای هست، یک کتابخانه ای رو داره، اما خودش نمیدونه که چه کتابی هست و چه علمی داره. این یک مطلب. اگر واقعا معنیش این باشه که الله از اینها اجازه میگیرد که یک علمی را بردارد، خود این باز یک کفر دیگه هست. عرض کردم با هیچ عقل و منطقی این در واقع جور نمیاد. اما آقایون وقتی که آوردن این رو در باب حجت آوردن، برای اثبات حجت بودن ائمه هست. یعنی این که معتقدند که علم به اون دارند، خزانه دار علم الهی هستند، یعنی این که در واقع الله متعال علم خودش را بینها به این بزرگواران عنایت کرده و اینها میدونند که علم الله متعال در واقع چه چیزی هست، و این عالم بودنشون دلیل بر این است که در واقع ایشون حجت الهی بودند و امام بودند، ولات امر الله بودند و منصوب از جانب الله بودند. اما در عمل ما میبینیم که عملا این ائمه بزرگوار در علمشون هیچ تفاوتی با بقیه نداشتند. با انسان‌های عادی یک انسان عادی بودن. هر کسی به اندازه زحمت خودش، به اندازه تلاش خودش، به اندازه تلمذ خودش شاگردی کرده باشه، بهمون اندازه علم داره. هر کسی خورده و خوابیده باشه، در واقع علمش بهمون اندازه در واقع کمتر است. ائمه شیعه و غیر شیعه از این قاعده مستثنا نیستن. علم یک در واقع خصلت کسبی هست. هر کسی مدرسه رفته باشه و دانشگاه رفته باشه، البته نه مدرک تقلبی مثلی که بعضی از آقایون متاسفانه دارند و لو رفته دکتراشون، هر کسی که واقعا سر کلاس نشسته باشه و زحمت کشیده باشه به همون اندازه در واقع علم داره. اما اون که ائمه اهل بیت خزانه دار علم الهی باشند، به این معنی که در همین کلیپ هم آقای قزوینی میگفت که هیچ چیزی از اونها پوشیده نیست، این در واقع برخلاف سیره و برخلاف زندگی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. همون گونه که امکان دارد من، شما یا هر کسی دیگر یک حکمی از احکام شرعی رو ندانیم، باید بریم پیش یک نفر عالمی، یک نفری که از ما علمش بیشتر هست، میرویم از اون میپرسیم که حل این معضل و مشکل چی هست. همین حالت برای خود ائمه هم در واقع به وجود آمده و دلیل بر این است که ائمه خازنان علم الهی نبودند. من چند مورد را که در کتاب خودشی اومده من خدمت بینندگان عزیز اینو مطرح میکنم و تا اینکه دلیل باشه بر این که ائمه خازنان علم الهی و انبردار علم الهی در واقع نبودند. در کتاب وسایل شیعه، دوستان نمایش بدن این کتاب را، تفصیل وسائل شیعه الى تحصیل مسائل شریعه، تالیف شیخ محمد ابن حسن حر عاملی هست. این جلد اولش هست، البته این چاپی که ما داریم چاپ مرکز امام حسن مجتبی لتحقیق و دراسات است. در این کتاب، در کتاب الطهاره است، در کتاب الطهاره و جلد یک از چاپ های قبلی است، جلد یک صفحه 197، اما از این کتاب جلد یک صفحه 153 هست که در اینجا این مطلب را آورده. در اینجا با سند قبلی آورده، با سند قبلی از حسین ابن سعید الی آخر تا اینکه از ابی عبدالله است، امام جعفر صادق. قال سألته عن المذی، این در واقع اسحاق ابن عمار میگوید که من سوال کردم از امام ابو عبدالله در مورد مذی. مذی یعنی آب رقیق و شفافی هست که در هنگام تحریک جنسی از وجود انسان خارج میشه. سوال کردم که حکم مذی در واقع چی هست؟ فقال ان علی علیه السلام کان رجلا مذاء، که علی رضی الله تعالی عنه این حالت را زیاد داشته. فاستحیا ان یسأل رسول الله، اما چون که داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، لمکان فاطمه علیه السلام، به خاطر وجود فاطمه، جایگاهی که فاطمه داشت، همسرشون بود و دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم، و حکم مذی حکمی هست که بستگی به در واقع قوه شهوت داره، علی رضی الله تعالی عنه شرم کرد که برود از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد سوال بکند. فامر المقداد ان یسأله، رفت پیش مقداد و بهش گفت که برو از رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این سوال بکن، و هو جالسون، که خودشون هم نشسته بود. فسأله، سوال کردند. فقال له النبی صلی الله علیه و سلم لیس بشین، هیچ اشکالی نداره. البته این روایت روایت شیعه هست که لیس بشین، که هیچ گونه مشکلی نداره، حضور هم نمیشکند، و این روایت روایت متضادی هست در خود کتاب شیعه. به طور مثال در این روایت که از ابو عبدالله هست اومده که حکم مذی این هیچ اشکالی نداره. حتی در روایت اومده که اگر کل بدن شما هم آغشته به مذی باشه اشکال نداره که، و نماز در واقع درست. روایت دوم این باب هست. اما در صفحه بعدش همین روایت رو آورده و روایت 17 در این باب هست، روایت 741 در روایت مسلسلش هست، میگوید که این از امام رضا هست، روایت در اینجا از امام رضا هست.
میگه که این فرد دیگر است، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع یا بزیق، البته اینجا در بزیع نوشته، قال سألتو الرضا، از امام رضا من سوال کردم، عن المذی، در مورد مذی، فأمرنی بالوضوء منه، ایشون گفت که وضوء بگیر، ثم اعدت علی فی سنت اخرى، یک سال دیگه رفتم، سال بعدی دوباره رفتم از ایشون پرسیدم، فأمرنی بالوضوء منه، دوباره به من گفت که نه برو وضوء بگیر، اگر مذی خارج شد وضوء شکسته و حکم اصلی هم همین هست. قال ان علی امر المقداد بن الاسود ان يسأل النبي واستحيا ان يسأله فقال فيه الوضوء، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در چنین حالتی باید وضوء بگیری. در اینجا امام رضا یک چیزی رو گفته و ام در اینجا امام جعفر صادق یک چیزی دیگه رو گفته، اما هر دو تا روایت از هر دو تا امام با دو سند جداگانه بر این اتفاق نظر دارند که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه حکم مذی را، یعنی حکم شکستن وضو را نمی‌دونستند. چگونه ممکن هست که یکی خزانه دار علم الهی باشد و یکی از احکام ساده وضو را نداند؟ چون چیزی امکان پذیر نیست. غیر از این، آقای قزوینی در این کلیپ در واقع ادعا میکرد که ائمه و خصوصا امام زمانشون در واقع از تمام جزئیات زندگی خبر دارند. هر چی شیعه انجام میده در شب روز و در خلوت و جلوت انجام میده، حد در واقع گفت که امام زمان در واقع شاهد هست. در کتاب وسائل شیعه جلد دیگرش که جلد سوم هست، دوستان نمایش بدن، جلد سوم همین کتاب هست و همون چاپی که قبلا عرض کردم، در اینجا صفحه 381 هست، صفحه 381 و از چاپ های قبلی جلد 8 صفحه 251 هست. در اینجا بابی داره، باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله ووجوب قراءة الفاتحة عينا في صلاة الاحتياط. این که جایز هست که یک کسی دیگر انسانو در نمازش راهنمایی بکنه که چطوری این گونه نماز بخون. یعنی یک فردی اون گونه که امروزه شیعه، یک فردی میسته میگه که الان رکوع بکنید، الان سجده بکنید، رکعت اول هست، رکعت دوم هست، نماز مغرب هست، یا نماز عشاء هست، و جدیدا هم یک مهره های در واقع خطایابی رو هم در واقع اختراع کردند که وقتی که انسان سجده بکنه معلوم بشه که سجده چندمش و رکعت چندمش هست. عجب. بله، جالب در اینجا این هست که این روایت از فضیل هست. قال ذکرت لابی عبدالله السهو، من برای به امام ابو عبدالله در مورد سهو گفتم که گاه وقتی انسان در نمازش سهو پیش میاد چیکار باید بکنه؟ سهو پیش میاد انسان باید چیکار بکنه؟ فقال و ینفلت من ذلک احد، آیا مگر کسی از این سهو هم جان سالم به در برده؟ همه دوچار این حالت میشن. یعنی گاه وقتی امکان داره انسان نمازی بخونه و نمیدونه که رکعت دومش هست یا رکعت سومش هست، نمیدونم یک سجده کرده یا دو سجده کرده، احتمال داره که چنین سهوی و خطایی به وجود بیاد. امام ابو عبدالله، امام جعفر صادق میگوید که ربما اقعدت الخادم خلفی یحفظ علی صلاتی، من گاهی وقت خادمم را، غلام و بردم را پشت سرم می نشانم که حساب بکنه که من چند رکعت خوندم تا اینکه نمازم در واقع حفظ بشه. یعنی امام خودش نمیداند که چند رکعت خونده. امامی که خزانه دار علم غیب هم در واقع هست و آقا هم ادعا میکنه که بله ائمه ما تمام جزئیات زندگی ما رو در واقع میدونند، که عرض کردم این تمام ادعای راویان شیعه هست، این راویان دروغوی شیعه هستند و ائمه شیعه از چنین ادعایی در واقع پاک و مبرا هستند. حتی در همین کتاب اصول کافی جلد یکش صفحه 257 روایت جالبی رو در این زمینه هم داره، صفحه 257 روایتی هست در اینجا، که در اینجا امام ابو عبدالله در واقع میگوید که من میخواستم که کنیزکی رو تنبیه بکنم و نمیدونستم که در کدوم اتاق در واقع رفته و پنهان شده، و من شماره روایت رو یادداشت نکردم، ولی 257 هست. در اینجا دوستان اگر نمایش بدند روایت سوم این باب هست، باب نادر فی ذکر الغیب، اینم جالب اینه که درباره علم غیب ائمه هست. در اینجا فلما اخذ مجلسه، در روایت کنت انا و ابو بصیر و یحیی البزاد و داود ابن کثیر فی مجلس ابی عبدالله اذ خرج علینا و هو مغضبان، امام ابو عبدالله اومد و عصبانی بودند. فلما اخذ مجلسه قال یا عجبا لاقوام یزعمون ان نعلم الغیب، وای به حال اون کسانی که ادعا میکنند که
ما علم غیب داریم. ما یعلم الغیب الا الله عز و جل. کسی غیب را غیر از الله نمیداند. لقد هممت بضرب جاریته فلانه. من میخواستم که فلانی را، یعنی فلان کنیزم را تنبیه بکنم بزنم. فهربت منی، از دست من فرار کرد، در رفت. فما علمت فی ای بیوت الدار هی. هرچی گشتم نفهمیدم که توی کدام در واقع اتاق رفته. الان امام جعفر صادق میگه من میخواستم کنیز خودم رو تنبیه بکنم، از دست من فرار کرده، من نمیدونستم که توی کدام اتاق هست. اون وقت یک فردی مثل آقای خزوینی میاد ادعا بکنه که اگر ما در اتاق دربسته هم کاری رو انجام بدیم، امام زمان هم در واقع از راه دور مراقب ما هست و اعمال ما رو در واقع میبیند و مشاهده میکند. و همچنین در جلد یک صفحه 239 همچنین مطلبی باز هم اومده که امام در واقع از پشت پرده هم خبر نداشته. امام از پشت پرده هم در واقع خبر نداشته و این در یکی از روایات این کتاب اومده که قال فرفع ابو عبدالله سترا بینه و بین بیت آخر فتلافی ثم قال، که پشت پرده نگاه کرد ببین کسی هست یا نیست. بعد از اینکه مطمئن شد کسی نیست و گفت که یا ابا محمد سل عما بدا لک، هر چی میخوایی در واقع سوال بکن. الان اینا ائمه اهل بیت هستن، امام علی رضی الله تعالی عنه و سیدنا علی و جعفر صادق و همچنین بقیه ائمه و بزرگواران شیعه که برای حکم مزی رو علی نمیدونسته. آیا کسی که حکم مزیر رو نداند خازن علم غیب هست، خزانه‌دار علم الهی هست؟ کسی که برای این که نماز خودش را، عبادتش را حفظ بکند، یک فردی رو پشت سرش نگه می‌دارد و موظف می‌کند که نگاه بکند که چند رکعت خونده، آیا چون این کسی می‌تواند خزانه‌دار علم الهی باشد؟ کسی که دنبال کنیزش می‌گردد و نمی‌داند که در کدام اتاق رفته پنهان شده، آیا چون این کسی از حال روزگار ما خبر دارد که ما چون این چه کاری رو در واقع انجام می‌دهیم؟ کلا و حاشا، چون چیزی از دیدگاه هیچ عاقلی در واقع قابل قبول نیست، مگر اون کسانی که عقل خودشون را سپردند به چنین راویان و چنین روایت هایی که در واقع در اینجا وجود داره. روایت اول از فردی هست به نام عبدالرحمن ابن کثیر. یعنی وضعیت روایاتی که در این باب اومده هم مشخص هست که از چه افرادی هست. چون این ادعاهای دروغینی از افرادی بسیار غالی و ضعیف در واقع از مانند عبدالرحمن ابن کثیر هستند. این عبدالرحمن ابن کثیر یک راوی بسیار ضعیف هست، یک راوی غالی و افراطی هست و بسیار ضعیف هست و روایات بسیار عجیب و غریبی رو در واقع ایشون داره. ایشون در یکی از ابواب کتاب اصول کافی که همون باب معروف هست، باب نطف، که بارها خدمت بینندگان من اینو نشان دادم، بابون فیه نکتون و نطفون من التنزیل فی الولایه، در این باب چندین روایت از همین آقای عبدالرحمن ابن کثیر در واقع نقل شده. من جمله روایت 42 هست، روایت 42 هم هست، روایت 43، 44 روایت دیگری هم در این باب اومده. من نمونه از روایات این آقا رو خدمت بینندگان عزیز میخونم تا اینکه متوجه بشند کسی که چنین ادعایی رو کرده که ائمه خزانه داران علم الهی هستند چه اندازه انسان غالی بوده. در روایت 42 عبدالرحمن ابن کثیر هست، روایت میکند از ابو عبدالله در مورد این آیه، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم قال نزلت في فلان و فلان و فلان. این در مورد فلانی و فلانی و فلانی نازل شده. معروفه که فلان و فلان در واقع وقتی که شیعه میگه که هست. امنوا بالنبي في اول الامر وكفروا حيث عرضت عليهم الولايه. اول ایمان آوردن، وقتی که ولایت علی رو به اونا عرضه کردن در واقع کفر کردن. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه ثم امنوا بالبيعه لامير المؤمنين ثم كفروا حيث مضى رسول الله. بعد از رسول الله دوباره وقتی که بحث امامت شد دوباره کفر کردن. فلم يقروا بالبيعه، به بیعت اعتراف نکردن. ثم ازدادوا كفرا باخذهم من بايعه بالبيعه لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من الايمان شيئا. این ابو بکر و عمر و عثمان رو در واقع کافر معرفی کرده. روایت بعدی، ان الذين ارتدوا على ادبارهم بهذا الاسناد، همون سند قبلی هست، على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى فلان و فلان و فلان ارتدوا عن الايمان في ترك ولايه امير المؤمنين. و همچنین روایت بعدی هست، و بهذا الاسناد انا ابي عبد الله في قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم قال نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبه فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليه فبعدا للقوم الظالمين.
و همچنین روایت در واقع 71 هست که در این روایت 71 صراحت داره، عبدالرحمن ابن کثیر هست از ابو عبدالله فی قولی تعالی و هدو الى الطیب من القول و هدو الى صراط الحمید قال ذلك حمزه و جعفر و عبید و سلمان و ابو ذر و مقداد و اسود و عمار هدو الى امیر المؤمنین، که اینا هدایت شدن به طرف امیر المؤمنین و قوله حبب الیکم و حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم یعنی امیر المؤمنین و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، مراد از کفر و فسوق و اسیان چه کسانی هستند؟ الاول و الثانی و الثالث، اولی و دومی و سومی، که اشاره می کند به ابوبکر و عمر و عثمان یا به تعبیر بعضی از آقایون معاویه رضی الله تعالی عنه. پس بنابراین این آقایی که این چنین روایاتی رو آورده در اینجا مطرح کرده کسی نیست جز یک انسان غالی و خودش ضعیف هست و جز شیعیان در واقع غالی هست. این روایاتی هستند که عمومی، غیر از این وقتی که ما برمیگردیم به روایاتی که در این مورد صحیح هستند، روایت پنجم و ششمی که در این باب در واقع ادعا کرده که روایات صحیح هستن، اولا این سندش علی ابن محمد هست از سهل ابن سیاد. این علی ابن محمد خودش در واقع معلوم نیست که کی هست. علی ابن محمد وقتی که در اول سند کتاب اصول کافی میاد، خودشون به طور مثال آقای سبحانی در کتاب کلیات فی علم الرجال به نقل از تنخیح المقال و همچنین آقای خویی در این زمینه مطالب زیادی رو دارند که این علی ابن محمد در واقع چه کسی هست، مورد اختلاف هست که چه کسی هست، آیا ثقه هست یا غیر ثقه هست. گرچه آقای سبحانی سعی کرده که این رو در علی ابن محمد که همون الان یا کسی دیگر هست که اونها رو ثقه معرفی بکنه. سهل ابن زیاد بر صورت و این یحیی عن عمرکی ابن علی جمیعا عن علی ابن جعفر عن ابی الحسن موسی، این از روایت از امام ابو حسن و امام ابو الحسن موسی کاظم هست. قال ابو عبدالله ان الله عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا و جعلنا خزانه فی سمائه و ارضه و لنا نطقت الشجره و بعبادتنا عبد الله عز وجل و لولانا ما عبد الله. الان این روایت صحیح است که در این زمینه اومده. در این آیه در واقع استدلال کرده در این روایت از یک آیه، غیر از این که این امرکی که در اینجا هست روایات خیلی عجیب و غریبی داره. به طور مثال امام در واقع کسی امام در ساکت را به قول خودشون بئر معطله یعنی چاه متروکه در واقع تفسیر کرده، روایتی که من نمیخوام، که روایت خیلی عجیب و غریبی داره درباره تمس و عادت ماهیانه فاطمه زهرا و بقیه خرافاتی که همین راویش همین آقا هست. به هر صورت در اینجا از یک آیه استدلال کرده فاحسنا، که امام ابو موسی امام ابو الحسن موسی کاظم فرمودند که قال ابو عبدالله، امام ابو عبدالله در واقع نقل کردند این مطلب را، ان الله عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا، که الله متعال ما را آفرید، خلقنا ما را آفرید، فاحسن خلقنا ما را به خوبی آفرید و ما را به زیبایی آفرید، و صورنا فاحسن صورنا ما را به تصویر کشید و به بهترین وجه ما را در واقع صورت ما را زد و در واقع ما را درست کرده. الان خود همین آیه رو وقتی که ما نگاه میکنیم این یک استدلال غلطی هست در واقع از آیات قرآن کریم. اولا این که این رو الله متعال در مورد تمام انسانها گفته، در مورد تمام انسانها، به طور مثال الله متعال در سوره غافر آیه 64 این مطلب را صراحتا در اونجا آورده، الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء، الله متعال آسمان را زمین را برای شما در واقع آرام قرار داده و آسمان را سقف قرار داده و در ادامه می‌فرماید و صوركم فاحسن صوركم، الله متعال شما را به تصویر کشیده فاحسن صوركم و تصاویر شما را شکل و قیافه و اندام شما را به بهترین وجه در واقع شما را آفریده. خطاب به تمام مسلمانان و به تمام انسان ها هست، همون گونه که الله متعال در سوره تین هم میفرماید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را در بهترین شکل و قیافه و اندام و شکل در واقع آفریدیم. یا الله متعال در سوره سجده میفرماید الذی احسن
کل شیء خلق الله متعال، اون چیزهایی رو که آفریده یعنی انسانها رو در بهترین وجه در واقع اونها رو آفریده. اما در اینجا گویا که امام ابو عبدالله و امام موسی کاظم ادعا کردند که این آیه در مورد ما آمده و اینو دلیل برتری خودشون بر بقیه انسانها میدونند که خلقنا ما رو آفریده، فاحسن خلقنا ما رو به خوبی آفرید، خلقت ما رو نیکو گردانید، و صورنا فاحسن صورنا و ما را به تصویر کشید و صورتهای ما را بسیار در واقع جالب قرار داد. این آیه را وقتی ما نگاه میکنیم در قرآن کریم، الله متعال در سوره تغابن این را میفرماید. اگر سوره تغابن را خدمت بینندگان عزیز هم نمایش بدید، الله متعال در این سوره میفرماید که هو الذی خلقکم، این آیات را به صورت کامل از ابتدا وقتی که ما نگاه میکنیم، هو الذی خلقکم، الله متعال شما را آفریده، فمنکم کافر و منکم مؤمن. ببینید این آیات رو و در واقع این ضمایری که در اینجا به کار رفته، هو الذی خلقکم، اون ذاتی از الله متعال که شما را آفریده، فمنکم کافرون، برخی از شما کافرند و برخی از شما مؤمن هستند، والله بما تعملون بصیر، خلق السماوات والارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و صورکم فاحسن صورکم. بعد از این میفرماید که الله متعال شما را به تصویر کشیده و صورت‌های شما را بسیار در واقع زیبا قرار داده. خب در ابتدای این آیه الله متعال میفرماید که هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. الان سوال اینجا هست، اگر واقعا این آیه در مورد ائمه اهل بیت هست، این تفسیرش چی هست که فمنکم کافر و منکم مؤمن، برخی از شما مؤمنند و برخی کافر هستند؟ یعنی این که برخی از ائمه شیعه در واقع اون گونه که ادعا کردن، در واقع برخیشون کافرند، برخیشون در واقع مسلمان هستند. اینها قبل آیه را نخوندند، نگاه نکردند، اومدند از آخر آیه که الله متعال میفرماد که وصورکم فاحسن صورکم، اینو گرفتند از اینجا در واقع قطعش کردند، اومدند اینو در مورد ائمه خودشون در واقع نقل کردند. مثلا اون دلیلی که میارن ان عده الشهور عند الله 12 شهرا، بعدترش و منها اربعت حرم، در این میمونن که یعنی چهار تا امامی که حرام هستن کنون. بله، بعضی امام ها حلالند و بعضیشون حرامند. اینجا هم در واقع میگه که بعضیشون مسلمانند و بعضیشون در واقع کافر هستند. این یک مطلب. این به صورت کلی در مورد تمام انسان ها هست. عرض کردم الله متعال صراحتا میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان ها نسبت به بقیه موجودات و مخلوقات در بهترین شکل و قیافه در واقع ما آفریدیم. غیر از این وقتی که ما میخواییم نگاه بکنیم به وضعیتی که ائمه شیعه در واقع داشتن، ما میبینیم که احسن صورنا در واقع بر ائمه تطبیق نمی کنند، حداقل بر برخی از ائمه به تعبیر شیعه. ما در این زمینه در واقع حرفی رو نداریم. به طور مثال آقای قمی در مورد صفات حضرت علی رضی الله تعالی عنه، دوستان نمایش بدن تفسیر قمی هست، همون ابوالحسن علی ابن ابراهیم قمی که از اعلام و بزرگان قرن سوم هجری بوده و معروف ترین کتاب و قدیمی ترین کتاب تفسیر در واقع شیعه هست. ایشون روایات رو در کپی داره. بله، بیشترین روایات رو آقای کلینی از این آقا نقل کرده. در اینجا می آورد یک مطلبی رو که در مورد این که زمانی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رفتند خواستگاری حضرت فاطمه زهرا، در اینجا میگه کانت فاطمه علیه السلام لا یذکرها احد لرسول الله، کسی نمیرفت خواستگاری فاطمه رضی الله تعالی عنها الا اعرض عنه، هر کسی که میرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نمیکرد، روی میگن. حتی ایس الناس منها، مردم ناامید شده بودند که رسول الله فاطمه را دیگه به عقد کسی در نمی آورد. فلما اراد ان یزوج ها من علی اثر الیها، خواستند که ایشون رو در واقع به نکاح سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در بیارن، رفتند به فاطمه این مطلب را گفتند. فقالت یا رسول الله انت اولا بما ترى، فاطمه در جواب گفتند که یا رسول الله شما بهتر میدونید، هر چی شما سلام میدونید، من حرفی رو ندارم. منتها در اینجا یک اشکالی وجود داره که زنهای قریش به من طعنه میزنند. به خاطر چی؟ به اینکه حضرت علی زیباترین انسان بوده؟ نه، بلکه برعکسش. این آقا، این ادعای آقا هست، اهل سنت و جماعت چون این ادعایی رو ندارن و این روایت در کتاب اهل سنت و جماعت هم وجود نداره. من تا حالا ندیدم در درسی غیر از این هم در این هست و در روایات دیگرشون هم اومده، اما من این تفسیر انتخاب کردم. غیر ان نساء قریش تحدثنی عنه، من شنیدم از زنهای قریش که در مورد علی اینطور گفتند که انه رجل دحداح البطن، که علی یک مردی هست که دحداح البطن، یعنی شکم گنده هست،
شکم پاره هست و شکمش بزرگه. طویل و ذراعین، ذراعینش بسیار در واقع طولانی هستند. زخم الکرادیس، بنده هایش برآمده هستند، کلفت این بند و مفاصل بدنش زخیم هستند. انزع، و ایشون کچل هست. عظیم العینین، چشمای خیلی درشتی رو داره. لمنکبیه، مشاشون که مشاش البعیر، و شکل در واقع یا استخوان بندی شانه هایش مانند شانه شتر هست. زاحک و سنی، نیشش برآمده هست، نیشش بیرونه. لا مال له، چیزی رو هم در واقع نداره. الان این صفات اگر آیه مخصوص ائمه باشه، این صفات رو چه تعبیر میکنند؟ چیه؟ آیا دوست دارن همین صفات رو به آقای خامنه ای و خمینی بدن؟ هر کسی این صفات رو نسبت بده به یکی از بزرگان جمهوری اسلامی، قطعا حکمش اعدام هست. اما آقایون اومدن از یک طرفی آیه رو تراشیدن مخصوص ائمه کردند که ما در بهترین شکل و قیافه هستیم، و از یک طرفی اومدن چنین صفاتی رو که در واقع حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به عنوان اعتراض اینها رو در واقع نقل کرده که من چنین شوهری رو میخوام قبول بکنم، شما که بگید، من حرفی رو در واقع میگوید که ندارم. اما زنهای قریش در مورد علی رضی الله تعالی این حرفا رو در واقع به من گفتن. و جالب اینجا در واقع توجیه نامعقول بدتری هست، عذر بدتر از گناهی هست که آقای مدلسی در کتاب خودش این روایت رو آورده و در واقع اینها رو توجیه کرده. و روایت متعددی در این زمینه هست، در علل شرای صدوق اومده، در روزت الوائزین اومده، و در کتابهای دیگر شیعه در واقع اومده. اما در اینجا میگوید که روایتی رو که در اینجا اومده، من این روایت رو در واقع میخونم. روایت قبلی هست، روایت ششم، روایت هفتم، روایت هشتم، نهم، همه اینها در این باره هستند که حضرت علی رضی الله تعالی کچل بودند، شکمشون در واقع بزرگ بوده، و اون گونه که در روایت قبلی هم اومده بود که شون نیشاشون بیرون بوده، زاهی کسین بودند، و مطالب دیگری که در این روایت بوده. روایت نهم که در اینجا هست، از طالخانی آورده، از علل و شرایع، از طالخانی نقل میکند با سند خودش، که یک مردی از امیر المؤمنین رضی الله تعالی سوال کرد، اسالک عن ثلاث هن فیک، سه مورد هست که من میخوام سوال بکنم در این مورد، که این موارد رو شما دارید. اسالک عن قصر خلقک، چرا قدت کوتاهه؟ و کبر بطنک، و قد که کوتاه باشه باز شکم بزرگ باشه، این دیگه یعنی کمال زیبایی شاید شمرده بشه نزد آخرین. و عن سلع رأسک، سر چرا در واقع کچل هست؟ فقال امیر المومنین، این مطلبی رو که در اینجا آورده که توجیه کاملا نامعقولی هست. و اما در مورد همین که شکم چرا گنده هست، و اما کبر و بطنی، فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم علمنی بابا من العلم، شکمم بدین خاطر گنده هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم یک باب علم رو به من آموزش داده. ففتح لی ذالک الباب و الف باب، از این دروازه هزار دروازه دیگر در شکم من باز شده. فزد همه فی بطنی، همه اینا در شکم من جمع شد. فنفجت عن ذلوعی، الان قفسه سینه من در واقع بالا زده و شکمم گنده شده. این توجیه رو چی انسان عاقلی در واقع قبول میکنه؟ اما جالب اینجا است که آقای مجلسی به جای اینکه بیاد چنین روایت رو رد بکند، حضرت علی رضی الله تعالی عنه از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند و انسان خوش سیمایی بودند، اون گونه که اهل سنت و جماعت اون روایت کردند، به جای اینکه بیاد این روایت رو به دیوار بزنند و این راویانی رو که چنین دروغی رو بستند اونها رو در واقع مردود بشمارند، روایتشون رو ترک بکنند، اومده این رو در واقع توجیه میکنند. میگه و اما کون و کثرت العلم سببا لذلك، دلیل این که چرا با وجود این که هرچی علم زیاد بشود شکم انسان گنده می شود، و اما کون و کثرت العلم سببا لذلک، اما این مطلب که شکم گندگی علتش این هست که کثرت علم انسان داشته باشه، هرچی علم بیشتر بشود شکم بزرگ بشود، چند تا احتمال داره. فیحتمل ان یکون لکثرت سرور و الفرح، شاید به خاطر این باشه که انسان زیاد خوشحال باشه، به خاطر کثرت سرور و شادمانی باشه، شاید به خاطر این باشه که شکمش بزرگ باشه. فانه علیه السلام لما کان مع کثرت ریاضاته فی الدین و مقاساته للشدائد و قلت اکله و نومه و ما یلقاه من اعدائه من الالام الجسمانیت و الروحانیت بطینا لم یکن سببه الا ما یلحقه و یدرکه من الفرح بحصول الفیوز القدسیت و المعارف ربانیه. میگه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه با توجه به ریاضاتی که ایشون داشتن، با توجه به تحرکی که در واقع ایشان داشتن، با توجه به کمخوری و کمخوابی رو که ایشان داشتن، با توجه به درد و رنجی رو که از دشمنان توجه
توجه میکردن، در واقع تحمل میکردن، با وجود این وقتی که شکمیشون بزرگ باشد، با وجود این وقتی که شان بتین بود، هیچ دلیل دیگری ندارند مگر به خاطر شادمانی و فرحی که به خاطر فیوز قدسی و معارف ربانی برای ایشان حاصل میشد. این هرچی فیض ربانی و فیض قدسی و معارف ربانی اضافه تر میشد، شکم ایشان گنده تر میشد. و یمکن، این احتمال هم وجود داره که ان یکون توفر العلوم والاسرار، امکان اینم هست که به خاطر توفر، سرهم شدن و انباشته شدن علوم و اسراری که در قلب ایشان بود، البته من میگم در قلب ایشان بود، در شکم ایشان بود، التی لا یمکن اظهارها، حرفهایی رو که نمیتوانست بگوید، اسرار علومی که نمیشد اونها را به مردم بگوید، سببا لذلك، شاید این سببش بوده که شکم سیدنا علی گنده بوده. و لعل تجربه ایضا شاهدتون بهی، که این در واقع تجربه همین رو ثابت کرده، نمیدونم تجربه چگونه تجربه کرده بوده آقای مجلسی، که اگر انسان علوم و اسراری رو در شکمش داشته باشه، هرچی بیشتر بدونه در واقع شکمش گنده تر بشود. این رو من نمیدونم با چه عقلی و با چه معیاری آقایون میتوانند که توجیه بکنند. و جالب اینجا هست که روایتی رو که در اول من باب اشاره کردم، که در اون باب که ائمه هر هفته وقتی که به معراج میروند، وقتی که برمیگردند، یزدادون علمشون اضافه میشه، شاید اینم از شکمشون میشه تشخیص داد. هر هفته که به معراج برند، وقتی برمیگردند، علمشون اضافه بشه، قاعدتا بنابر این روایتی که وجود داره و این توجیهات آقای مجلسی، باید علمشون هم در واقع بزرگتر بشه. این هست. و غیر از این در واقع روایات دیگر هست در مورد امام جواد هست که تهمت زدن به خاطر این که رنگشون سیاه بود، سبزه بودن، سیاه چورده بودن، اصلا نسبشون نفی کردن از اهل بیت، حتی اموهایش و اموزادگانش در واقع در ایشون شک کردن. چون این انسانهایی را چگونه ما میتوانیم بگوییم که زیباترین بودند؟ و این روایت رو بر اونها تطبیق بکنیم که امام ابو عبدالله یا امام ابوالحسن، امام ابوالحسن موسی کاظم در واقع ادعا بکند که خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا. هم اصل مطلب این که ائمه ولات امر الهی بودن، عرض کردم تضاد داره با اقوال متعدد سیدنا علی که در ابتدای برنامه نقل کردم، و همچنین این که خزانه علم الهی باشن تضاد داره با آیات قرآن، تضاد داره با سیره این بزرگواران، و هم این که فاحسن خلقنا باشه، و ما معتقد هستیم که تمام انسان ها بهترین خلقت و شمایل رو دارن. بازم برابر تعبیر شیعه، این روایتی که در اینجا اومده که گفتند که صحیح است، تضاد دارد با روایات که در مورد صفات سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در کتاب تفسیر قمی و بحار و علل و شرایع و روضة الواعظین و بقیه کتاب های شیعه آمده. جزاکم الله خیر. جناب استاد، وقت وقت بینندگان است، اگر اجازه بدید در خدمت شما و بینندگان است. میان برنامه کوتاه میگیریم و میریم سراغ تماس های شما عزیزان. از همین لحظه احمد جان، اگر شما رو تلفن برنامه رو زیر نویس کنید، با ما همراه باشید. لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. ما شاء الله، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان علي عبد الله. الله اكبر، الله اكبر. Thank you.
با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. همانطوری که ملاحظه میفهمید شماره تلفن برنامه زیرنویس شده و شما عزیزان میتونید در مورد موضوعاتی که مطرح شد صحبت بکنید. و موضوع برنامه ما هم همانطوری که میدونید آیا ائمه خزانه داران علم الهی هستند، آیا ائمه علم غیب داشتن یا علم الهی در نزد اونها بود، که امیدوار هستیم کسانی تماس بگیرن که از بتونن از اعتقاداتشون، از کتاباشون حداقل دفاع بکنن در مقابل، البته جایی برای دفاع نداره، منتها ما در هر برنامه حجت منتظر علمای شیعه هستیم که از این مطالبی که وجود داره در کتاباشون و دلیلی است بر بطلان اعتقاداتشون دفاع کنن. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. و رحمت الله و برکات و حضرت استاد بزرگوار آقای محمد آقای انصاری. آقای رضایی بفرمایید در مورد موضوع برنامه اگر مطلبی دارید. در خدمت شما هستم انشاءالله. جناب آقای حاج محمد آقا محضر مبارک نرستم. خب مطالب که ماشاءالله خیلی گسترده است، یعنی اینقدر موضوع های تو در تو مطرح شده است که از کجا شروع کنیم. ولی از اونجایی که آقا فرمودن، اون آیهی که آقا خاتم الانبیا فرمودن که من خزائن علم خدا را قرآن می فرماد نزد من نیست، رو اون من الان سوره رو یادم رفت چیز کردم، ولی اون در سوره اعراف 188 آیه 188 که خدای متعال میفرماد به رسول خدا که از زبان خاتم الانبیا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من جناب استاد محمد آقا یه چیزی کردم، یه مطالعه کردم، این آیات قبل و بعدش اینا مخاطبین خاتم الانبیا نه اصحابند که از حضرتش سوال کرده باشند که این جواب رو دریافت کرده باشند، نه یکی از شاخصها در چیز صدر اسلام مثلا مثل وجود حضرت علی علیه السلام که حضرت فرموده باشند من نمیدونم، یهود بودند و مشرکین و یهود بنی اسرائیل هم که در بهانه گیری مسخره بازی مثلا آیات قبلش اگه شما ببینید میگه که اینا علم ساعت از پیامبر میپرسیدن که میخواستن چیز کنن. بعد شما اگر چیز کنید در آیه 198 199 میفرماد که خود العفو حبیبم، با اینکه اینا این چرت پرتره میگن و اینها از مسیر انصاف خارج شدن و به اصطلاح عرف خودمون، چون یهود این کارا میکردن در مدینه پیامبر را دست مینداختن، اینا را حبیبم با این سوالای جوابشون اینطوری بده تو نعلای من علم غیب میدونم، مگر خب یالا قیامت رو بیار برامون، شب رو روز کن، روز رو شب کن، اگر میتونی باید تصرف بکنی دیگه. فلزا خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم در مقام جواب اینطور بر اومدن که این یهود مثلا دست از سر خاتم الانبیا بردارن، چون اینا همونطور که در تجربه نشون داده حضرت موسی چه برخورد داده داشتن، حیبم به در خود ما جامعه اسلامی هم معرف بهانه های بنی اسرائیلی. بله آقای رضایی برات خدای جان، بره. شما فرمودید که الان این مخاطبین این آیه یهود بوده، بالفرض محال حرف شما رو بله بالفرض محال حرف شما رو قبول بکنیم که مخاطبین این آیه یهود بوده، کفار بودن، یعنی الله سبحانه و تعالی در این آیه اومده به پیامبر گفته که قل بگو ای محمد لا اقول لكم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب، یعنی پیامبر در مقابل منافقین و کفار علم غیب نداره اما در مقابل مسلمان ها و صحابه داره، منظور شما اینه؟ عرض کردم من اون خزائن الله رو که آقای مولانا گفتن اون را آیه با سوره پیدا نکردم، ولی در اعراف نمیدونم نظیر همون است دیگه، والله عمل کل نفعی نفعن ولا ذرا، این آیه رو پیدا کردم تقریبا چون دیدم با همون آیه تقریبا، و اینم قبلش آیه ایست که مخاطبین ببین یسالونک عن الساعه، مثلا آیه قبلش 186 187 اینا از ساعت سوال میکردن، از قیامت از پیامبر سوال میکردن. حالا اون آیه که الان شما فرمودید او چه سوره یه جناب استاد؟ همون که فرمودید که من خزائن غیب شمید، سوره هود آیه 31، سوره انعام آیه 50. هود 31
جناب استاد ببینید من مطالعه کردم، ببینید پیامبر فرمود نفع و ضر، من مثلا خیر کسی رو برای من چه خیری از پیامبر نفع شده است؟ نفع شده است. آقای رضایی ما در اینجا دو موضوع رو می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. یکی این که آیا واقعا ببینید شما الان اصول کافی میاد در اینجا باب میزنه، میگه که پیامبر ائمه اهل بیت اینا خزانه داران علم الهی هستند. قرآن کریم میگه ای محمد تو خزانه دار علم الهی نیستی، غیب هم نمیدانی. کافی میگه که ائمه هم غیب میدانن هم خزانه دار علم الهی هستند. این تناقض با قرآن است. حالا ما این خزانه علم الهی رو شما علم غیب حساب بکنید، هر علمی که حساب بکنید، بالفرض محال فقط بالفرض علم غیب باشه، ما این آیه رو اگه شما بخواید توجیه بکنید آیات دیگری داریم که خیلی صراحت داره. الله سبحانه و تعالی میگه قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، در آسمان ها و زمین غیب رو غیر از الله هیچ کسی دیگه نمیدونه، نه ملک مقرب، نه فرشته ای که در آسمان ها و زمین ها هستن، نه انسان ها، نه انبیا، نه ائمه، نه صحابه، هیچ کس، هیچ کس، یعنی نفع تام است از همه. بله، اما این ببینید جناب استاد، هم رسول خدا و هم ائمه ما اینها به همین رو خواستن بگن که غیر از خدا هیچ که هیچی نمیدونه، هر که هر چه میداند از سوی الله جل و علاست، خدا عطا می کند، خدا عطا می کند. ببین در الان آقای رضایی بحثمون به یک جای برسه، به یک نتیجه گیری برسه، در کجای قرآن گفته که ائمه و پیامبر علم غیب دارن؟ ببین ما اگه مشکلمون با پیامبر حل شد صلی الله علیه و آله و سلم به طریق اولا، ما با پیامبر مشکل نداریم آقای رضایی. ببینید جناب آقای چیز شما میفرما پیامبر هم غیب نمیداند. نمیداند بله. من میگم خدای متعال جل و علا صفتی را به خودش چیز کرده، منتسب میکرده، خودش را منتسب کرده، میفرماد که ان الله علی کل شیء شهید، بعد همین صفت را به حبیبش میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، اون آیه که میفرماد که حبیبم تو هم چیز انذار کننده و شاهد هستی. آقای رضایی خواهش میکنم ما سر شهادت پیامبر اون مسئله جداست، علم غیب چیه؟ در مورد علم غیب پیامبر در کجای قرآن گفته که پیامبر علم غیب داره؟ در کجاش گفته که نداره جناب آقای استاد؟ ببین همونه قل لا املک لنفسی نفعا ولا ذرا ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. خب همین اشاره به علم غیب رسول الله میکنه. ببین من اونا دارن سوال کجا اینطور جواب بده، میگه در ذهن ولو كنت اعلم الغیب، میگه که اگر من غیب میدانستم کارهای خوب زیادی انجام میدادم و به من ضرر نمیرسید. خب حالا ضررهای خاتم الانبیا را برام بشمار، کارهای خیری که دستش فوت شده پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر علم غیب میداشت، اگر علم غیب میداشت صحابهشو به احد نمیبرد که 72 نفر اونجا به شهادت برسه. اگر علم غیب میداشت اون چاله‌ای که پیش پاش ابو عامر فاسق کنده بود اونو میدید توش نمیافتاد. اگر علم غیب میداشت اون شمشیری که بلند شد به گونه مبارکش زد که پیامبر زخمی شد اونو میدید خودشو به اصطلاح جا خالی میداد و شمشیر به زمین میخورد. و خیلی از موارد دیگری وجود داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم علم غیب نداشتن. خب اگر این طوره که با اون لطفی که خدای متعال به حبیبش دارد و این همه حبیبش آقای رضایی من از لطف و انعام و این چیزا، ببینید الله سبحانه و تعالی میگه من به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم علم غیب ندادم، شما میگید داده. یک دلیل از قرآن بیارید و الا با شما خدافیزی میکنیم. بفرمایید قربون تو برم. همین آیه که دارد میفرماد شما میگید این خیرات از دستش، ببینید شما بسم الله الرحمن الرحیم موسی سوال میکنه خدای به من شرح صدر بده، میگید علم نشرح لك صدرک. آقای رضایی یک آیه از قرآن کریم صریحا گفته باشه که پیامبر علم غیب داره. بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم سوره آیه آخر سوره جن که میفرماد که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول. خب این دیگه به صراحت گفتن
انه بسم الله آدم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه. آفرین آفرین. الان الان اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که فلا یظهر علی غیبه احد، هیچ کس با علم غیب پیامبر، با علم غیب الهی نمیتونه که دسترسی پیدا بکنه، الا من ارتضى من الرسول، الا پیامبرانی که الله سبحانه و تعالی بخواد. از چه طریقی بخواد؟ از طریق وحی بخواد. این آیه به ضرر خودتون است، چون که این آیه علم غیب رو از غیر پیامبران نفی میکنه. در اینجا شما سر دورای قرار دارید، یا اینکه بگید ائمه پیامبران هستن، یا اینکه بگید ائمه علم غیب ندارن. ائمه که بیان، ببینید وقتی رسول خدا، ببینید اولا که امیرالمؤمنین علیه السلام از صحابه، از صحابه مقامشون بالاست بنا به حدیث انذار، حدیث منزلت. آقای رضایی تشکر میکنم، تشکر میکنم آقای رضایی، تشکر میکنم از شما. شما دلیلی نتونستید از قرآن کریم در اثبات علم غیب ائمه اهل بیت بیارید؟ خیلی تشکر میکنم از شما. تشکر آقای پیامبر امیرالمؤمنین، تشکر از شما. همین آیه ای که آوردید، همین آیه ای که آوردید رد صریح باب 69 و 68 کتاب کافی است که در اونجا ادعا شده ائمه اهل بیت علم غیب دارن. تشکر از شما. خدا نگهدارت. جناب استاد بفرمایید. در مورد علم غیب که ائمه هست ادعا می کنند که ائمه علم غیب دارند، یک باب دیگری هست انشالله که ما به این باب هم انشالله خواهیم رسید، بحث علم غیب را که ائمه علم غیب را دارند یا نداشتند. انشالله اونجا در به صورت کامل ما این روایات را و آیات قرآن را و اساسا خود این مطلب را به صورت کلی خدمت بینندگان عزیز انشالله عرض خواهیم کرد. اما این آیه 188 سوره اعراف را ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، نمیدونم ایشون ترجمه نکردن برای ما. آیه صراحت داره، اگر من غیب میدانستم. وقتی من بگم که اگر من غیب میدانستم، معنیش از شما چه برداشتی رو میکنید؟ یعنی شما ندارید؟ یعنی ندارم. در آیات همون گونه آیات دیگری هم که شما اشاره کردید، یا همین آیه 50 سوره انعام که الله متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمید قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، با هر تعبیری و با هر ترجمه آزاد بکنید، ترجمه تحت لفظی بکنید، ولا اعلم الغيب معنیش این میشد که من غیب نمیدانم، من نمیدانم غیب را، هر گونه ترجمه بکنید همین معنی رو داره. الله متعال در قرآن کریم علم غیب را به صراحتن از همه بندگانش در واقع نفی کرده و به اولوالعزم حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت نوح اینو اعلام کرده، دستور داده که هر دوتاشون اعلام بکنند که لا اعلم الغیب، من غیب نمیدونم. اما مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم الا من ارتضى من رسول، اون مواردی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی شده تمام اینها غیب بوده. احکامی رو که بر ما وحی شده غیب هست. همین قرآن، همین علومی که در قرآن اومده، مطالبی که در قرآن اومده، تمام اینها در واقع علم غیب بوده. اینها رو رسول الله متعال بر پیامبر خودش در اینا وحی کرده. وقتی که وحی کرد به پیامبر رسید و از طریق پیامبر به امت رسید، الان علم غیب نیست، برای ما واضح و آشکاره. الان پشت دیوار برای من غیبه. غیب یعنی پوشیده و پنهان هست. من میگم من غیب نمیدونم. خب من نمیدونم پشت دیوار چه کسی هست، اما وقتی که بلند شدم رفتم در پشت دیوار دیدم که چی هست، در اونجا دیگه علم غیب نیست، علم حضور هست، علم شهود هست، دارم میبینم چه کار هست. علم غیب را، اون چیزی که در قرآن اومده، اتفاقاتی که تا روز قیامت میفته، اتفاقاتی که در گذشته افتاده بوده و اهل مرد این در واقع زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون خبر نداشتند، اتفاقاتی رو که در آسمان افتاده، تمام اینها مواردی بوده که از علم غیب بوده، هیچ کسی خبر نداشت و الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم ابلاغ کرده، نشون داده و این مواردی هست که برای ما نقش شده. الان خاص پیامبر است، فقط خاص پیامبر هست و از طریق وحی در واقع ابلاغ می شود و وقتی که ابلاغ شد دیگه علم غیب نیست. علم غیبی را که الله متعال در واقع غیب شمرده به صورت کلی به هیچ کسی در واقع اطلاق نشده. اون وقت اون گونه که روایات در واقع کلینی در اینجا، این روایت خیلی متعددی، حتی یک بابی را آورده به عنوان علم غیب ائمه
که انشالله در اون مبحث که برسیم هم روایات رو و هم آیاتی رو که در این زمینه هستند، اقوال ائمه اهل بیت رو انشالله به صورت مفصل خدمت بینندگان عزیز مطرح خواهیم کرد، تا اینکه واضح بشه که علم غیب یعنی چی، چه کسانی علم غیب دارند، یک علمی تا چه زمانی و تا چه مرحله‌ای غیب شمرده می شود و بعد از آن آیا علم غیب هست یا نیست. تمام اینها رو انشالله در اون باب که برسیم خدمت بینندگان عزیز مطرح می کنیم. جزاکم الله خیر. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام. سلامت باشید. آقای حسن ساریک بفرمایید، دارید با من صحبت می کنید. آقای دو تا سوال داشتم. در رابطه با موضوع برنامه است؟ در وقت برنامه هست ولی سوال نیست که مال نماز دلائه. در مورد نماز و این مسائل میتونید در برنامه پرسش و پاسخ روزای دوشنبه از حضرت مولانا بپرسید سوالاتتون. خیلی ممنون. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمید. سلام علیکم، مهانتاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. الو. بله بفرمید. بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. خسته نباشید آقای انصاری عزیز. سلامت باشید. ببخشید لطف میکنید، میخواستم یه سوال از شما بپرسم آقای انصاری. در رابطه با موضوع برنامه است، بفرمایید بپرسید. نه والا به برنامه مربوط نداره آقای انصاری. خب اگر لطف کنید در برنامه مرتبط بپرسید این سوالا رو، تشکر میکنیم از شما. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. و علیکم السلام استاد انصاری. خالد عزیز بفرمایید. برادر قربان سلام عرض میکنم خدمت استاد مولانا صاحب قدوس نیخان و همکاران عزیز. سلامت باشید استاد. این آقای که خودزایی بود صحبت میکرد در مورد علم غیب خیلی جالب است. در حضور 1.5 میلیارد اهل سنت، در حضور استادا، در حضور این همه علمای اهل سنت، اینا میخوان مردم گول بزنن. آیت های قرآن کریم، قرآن عظیم شان میخوان طبق میل خود، مثل یهود و نصارا که تورات و انجیل اینا طبق میل خود تفسیر و ترجمه کردن که تا امروز به کفر خود قائل هستن، کفر میورزن. این کتاب اینا هم همینطوری میخوان بکنن. هر جایی که به نفع اینا باشه قبول دارن، هر جایی که به ضررش باشه، چه آیت قرآن باشه، چه هر چیز که باشه، با خدا و با قرآن اینا جنگ میکنن. در زمانی که به نفعشان نباشه 100% مخالف هستن اینا. و هر آدم شیعه، هر عالم شیعه، هر کسی از بزرگای اینا مثل کلینی، مثل مجلسی، اینا همه قائل هستن که ائمه اهل بیت رحمه الله اما اینا چی دارن؟ علم غیب دارن. در حالی که خداوند در قرآن عظیم شان بارها علم غیب را رد کرده که جز الله کسی دیگر نمیدونه و واضح آمد. هزاران سوال پیش میاد، اگر ائمه علم غیب بدادن چرا بدانستن، چرا کشته شدن، چرا زهر خوردن، چرا این همه بهشون ضرر رسید؟ این هیچ امکان نداره که یک انسان عاقل، یک انسانی که قرآن خوانده باشه، عقل و شعور داشته باشه، بیاد به انسان علم غیب قائل باشه. درست. اما پیامبران که خداوند خود میگه اون چیزی که وحی شده که شما هم الان گفته، این درسته که غیب فقط توسط وحی به پیامبران داده شده، نه اینکه هر انسانی مثل اهل بیت پیامبر بیاد از غیب آگاه باشه. یعنی امکان ندارد. آقایان تشیع کمی تفکر کنن، فکر بکنن، مردم اهل سنت میبینن، میشنون. شیعیان باید بفهمن، اونایی که این برنامه رو گوش میکنن و این دروغایی که آخونده و آیت الله که در برنامه‌هاشون میگذارن دروغ به خورد مردم میدن، اون رو ببینن چرا اینقدر دروغ میگن. علم غیب کار ساده نیست، شوخی کنه. قرآن که به خاطر شوخی نیامده که مردم شما قرآن هم بازیچه درست کرده. به هر حال استاد عزیز تشکر از شما دارم و خصوصا از مولانا صاحب عبدالقدوس دهقان.
دیگر خدا حافظ. اگر خدا حافظ شما، خدا نگهدارت. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری، شب شما بخیر. شب شما بخیر. من خودم شیعه هستم آقای انصاری. بفرمایید برادر گرامی. این علم غیب دانستن اعمه را من کلن رد میکنم، چون من قرآن را خواندم. این علم غیب کلن مردود است طبق نظریه قرآن، اصلا جور در نمیاد، چون حتی پیغمبرم که بزرگترین شخصیت دنیای اسلام است، این علم غیب را خداوند ازش عرض کرده، کلن جوابش کرده که تو علم غیب نداری. درست درست، تشکر. حالا سوال داشتم آقای انصاری در رابطه با موضوعات برنامه اگر هست بفرمایید. به صورت کوتاه اگر جواب بدهد استاد، چرا حضرت علی تا 6 ماه به قول این شیعیان بیعت با ابوبکر نکرد؟ این سوالی باش. چشم. تشکر از شما، خدا نگهدار. بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد عزیز. سلام و رحمت الله و برکاته. حالتون خوب است؟ سلامت باشید. سلام و ادب دارم خدمت استاد گرامی عبدالقدوسی دهخان. سلام. من میخواستم درباره کلیپ هایی که نشون داده، این آقای قزوینی حاضرم با مثل یهودیانی که در زمان پیغمبر بودن از او پیش بودن، میخواهد به این دروغ های خود به سری مسلمان ها شیره بمالد، لیکن این رو درک نمیکند که همه مسلمانان میدانند که از قرآن مثال با ترجمه های هر زبان ها هست، همه میدانند که علم غیب به جز ذات الله دیگر هیچ یگان شخص، حتی فرشتگان آسمانی نمیدانند به جز ذات پاک الله. و در سوره بقره هم گفته شده است که وقتی انسان الله انسان را به زمین می آفرم گفت، حتی فرشتگان نمی دانستند که از انسان چگونه عمل ها پیش می آید، چگونه نیکی ها، چگونه چی ها. از همین لحاظ بسیار یک دروغ و بسیار تلبیس هایی که در آنها هست می خواهند با همین مردم را گمراه سازند. لیکن الحمدلله صد هزار شکر میکنیم در نزد الله که این شبکه های توحیدی هست که انسان ها را واقعا شما با محنت و زحمت شما مردم همه را فهمیده شدند که چگونه دروغگو هستند اونها، چگونه مردم را برای گمراهی میبرند، چگونه فقط از مردم پول ستانی و دروغگوی و تلویزگوی به آنها بجز ذات پاک الله هیچ کس علم غیب رو نمیدوند. صد افسوس که شیعان این رو درک نمیکنند. از برنامه خوبتان بسیار تشکر میکنم استاد عزیز. تشکر شما. الله شما رو نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم جناب استاد. روایتی از در بخاری از ام المؤمنین عایشه صدیقه که چند ماه بعد از خلافت ابوبکر صدیق از تعلی اومدن بیعت کردن، و روایتی هم در صحیح مسلم داریم که همزمان بعد از مباشرتاً بعد از جریان سقیفه بیعت کردن، و علما در جمع بین دو این قضیه گفتن که یک بار بیعت کردن و دفعه دوم بعد از بگومگوهایی که منافقین داشتن دوباره بیعت کردن. در این زمینه هم روایات اهل سنت و جماعت گویا هست و شفافه، و هم روایاتی که شیعه دارن در این زمینه شفافه. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در بیعت عمومی همراه بودند، یعنی در کنار مهاجرین و انصار در واقع ایشان بیعت کردند، و در کتاب شیعه هم اومده حتی زمانی که خود اسامه وقتی که برگشته بودند از اون جایی که لشکر در واقع سپاه مسلمانان در اونجا بود، و وقتی که برگشتند به مدینه پیش سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رفتند، گفتند که بله ما مسلمانان بیعت کردیم با ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. و همچنین ایشون در کلام 37شون در کتاب نهج البلاغه در خطبه 37 این کتابی مطلب را در واقع به اون کرده که اگر دوستان نمایش بدند که ایشون خودشون اعتراف کردند که من بیعت کردم و بیعت با خلفا برگردن من واجب گشته،
یعنی هیچ گونه بحثی در این زمینه وجود نداره. این را در این خطبه اومده، اترانی اکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله، والله لا انا اول من صدقه، من اولین کسی هستم که رسول الله را تصدیق کردم، فلا اکون اول من کذب علیه، اولین کسی که علیه پیامبر دروغ بگوید من نخواهم بود، فنظرت فی امری، من امر خودم را نگاه کردم، وضعیت خودم را نگاه کردم بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، طاعت من یعنی سبقت گرفته از بیعت من، یعنی قبل از این که واذا المیثاق فی عنقی لغیری، و میثاق برگردن من بود برای دیگران، یعنی قبل از این که مردم بیایند با من بیعت بکنم من با کسی دیگر بیعت کردم و بر من لازم شد میثاقی در گردن من هست. خود سیدنا علی رضی الله عنه در این خطبه و در جاهای دیگری اعتراف کردن صراحتا که میثاقی از جانب ابوبکر یا خلیفه برگردن من هست و من بیعت کردم و چنین بیعتی رو من نمیشکنم. همون گونه که در روایت اهل سنت اومده جمع بین روایت بخاری و مسلم این است که ایشون یک بیعت عمومی داشتند یا یک بیعت در واقع که در جمع مردم بوده، بعد از اون در واقع 6 ماه و در همون جریان سخی به همیشون بیعت کردن بنابر روایت شیعه در این عرض کردم. یک از این روایت اسامه هست که بعد از این که از به مدینه برگشتن حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفته بود که من در واقع بیعت کردم و همچنین در این مطلب هم اومده و در مطلبی که قبلا من هم خدمت شما خوندم در مورد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگه که من ترسیدم که اگر من واقعا اسلام را نصرت نکنم بر دین از بین میرود و من رفتم ایفای نقش کردم، یعنی این که بیعت کرده با ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و اون وزیر بوده مشاور بوده و جمع بین این دو روایت این است که یک روایت علنی داشتند که بعد از اون 6 ماه بوده و یک روایتی یک بیعتی قبل از این بوده که روایت صحیح مسلم در واقع بر اون دلالت داره. جزاکم الله خیر، تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان که واقعا استفاده کردیم در مورد بررسی این باب از کتاب کافی، کتاب حجتش، و اینکه آیا ائمه خزانه داران علم الهی هستند و علم غیب میدانند یا نه، که همونطوری که دیدید هیچ آیه‌ای در قرآن کریم دلالت بر علم غیب برای پیامبران و برای ائمه نداره و این دروغی است که علمای شیعه برای فریب دادن عوام شیعه این دروغ ها رو ساختن و این دروغ ها سبب شده که مردم بترسن از اینکه والا عده ای هستن که این کانال 12 نفری که ما رو همیشه زیر نظر دارن، از همه احوال ما اطلاع دارن و راهی باشه برای پر کردن جیب های آخوندا و استفاده از مال و دارایی مردم. تا فرصت دیگر که باز هم با حجت بی حجت با شما عزیزان همراه خواهیم بود در این برنامه، همه تون رو به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر است.